مکالمات اهمیت اصطلاح مکالمه و فضاهای ارتباطی که ما در حین این فرایند مکالمه که عمدتاً به نیت یادگیری انجام میشه خصوص در کارتون سازمان ها حقیقتی همچنین نیتی دهید. من اگر اجازه بدید یک پریزنتیشن کوتاهی آماده کردم و با دوستان همینجوری قدم به قدم این که رو توی این پریزنتیشن من اول به قول اینجایی ها سکینگ کانتکس یکم راجع به کانتکس قضیه صحبت میکنم که این صحبت ما برای دوستان هم معنادار بشه و بعد وارد فضاهای ارتباطی میشیم که یکی از مفاهیم چرا صدا خوب نیست؟ آقای بهبانی عذر میخوام صداتون یه هم کمه یه خود کمی صدا کوالیتی صداتون خوب نیست. ما یه کم صدا رو بلندتر میکنی فقط من فکر میکنم اگه دوستان دیگه میکروفونا رو ببندن نویز یه از اجازه بدین من همه رو چیز میکنم میوت کنم از ذاتانی چیز بکنی خودتون رو انمیوت بکنی باشه بفرمایید از ذاتانی خودتون انمیوت کنید صحبت بله حالا شاید صدا بهتر برسه خودم بلندتر صحبت کنید بله 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 الان دوستان از شاید صدای ما رو بهتر بشنوند و اینها به هر حال بیش از اینکه من صحبت کنم با این اسلاید ها کار رو ادامه خواهیم داد که اگر دوستان اجازه بدهند من الان شیر خواهم کرد این اسلاید ها رو با دوستان و با هم دیگه جلو میریم ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم. بله من اگر اجازه بدید در حقیقت این به نام خداوند جان و خرد برنامه رو شروع بکنیم که معمولا من این برنامه رو تحت عنوان نگاه نو، ذهن نو و زبان نو برای عملکرد نو میگم، وامدار یه نوع نگاهی به سازماندهی امور که برمیگرده به اصطلاح تعادل و توازن و ضرورت حضور بازیگران حرفه‌ای برای اینکه بتونن این تعادل و توازن رو برای پایداری سازمان در حقیقت به دست بیارن، جستجو بکنن. به اعتبار این شعر آقای شاملو که میگه نه عادلانه نه زیبا بود جان پیش از آن که ما به صحنه براییم، درد دست نایافته اندیشیدیم و زیبایی در وجود آمد. و در حقیقت این داستان خداوند جان و خرد رو وام میگیره برای این که بتوانیم به صحنه بیاییم، بازیگر بشیم تا حرکتی که میکنیم یه حرکت متعادل و متوازن باشه. من معمولا در جمع دوستان مهندس باز به قول اینجا یه دیسکلیمر دارم و اون برمیگرده به یک گزارشی که من دهه 70 به امریکا بودم برای ادامه تحصیل. این گزارش به دست من رسید، این مال سال 1977 ایناست که در اونجا دوستان به دنبال این بودن که مهندسین به جورایی بازگشت بودن برای سال 2020 به ریشه لغت مهندسی که این های داستان مهندس مرسوم اون دوره که بیشتر برای طراحی و به اصطلاح پنینگ و اینا بود، ویژگی های مهندس رو وامدار ریشه این لغت که در حقیقت توش هم خلاقیت هست، هم ارتباطات هست، هم توان مدیریت کسب و کارها هست، اخلاقیات هست، حرفه‌ای‌گری هست، شجاعت رو در حقیقت جسارتی که لازمه کار داره است و مهمتر از همه در حقیقت پویایی، چابکی و تاب‌آوری که حاصل میشه انعطاف‌پذیری. این چند تا واژه آخری امروز ما خیلی میشنویم، به خصوص کسب و کارهای نو رو خیلی ازشون میخوان یه همچین ویژگی داشته باشن. اینها رو اونا در سالهای 70 دیده بودن و به اعتبار همین نگاه اصلا سیستم آموزشی امریکا در حقیقت متحول شد. من هنوزم یه نویزی از یکی از دوستان میبینم، میدونم آقای محقق لطف کردن بستن، ولی هر کدوم از دوستان میکروفونشون باز است برای اینکه بهتر بشنون میتونن میکروفون رو ببندن که
در حقیقت بشنون صحبت های من. بله این مجموعه و این کلید واژه ها که من روی واژه های حساسیتی داریم، برای که داریم از مکالمه و فضای ارتباطی و اینا صحبت میکنیم، این واژه هایی که اینجا هست اینا واژه های مهمی هستند که من در این برنامه میخوام یه جوری بهش اشاره بکنم و برمیگردم. و آخرین داستانش که دوستانم اشاره کردن، ظاهرا مهندسین به اصطلاح یادگیرنده های مادام العمر، امروز در مورد اینکه چجوری این پشه ها و حشره ها در پارک ها فرسه ما رو نیش نزنن، دوستان یه چیزهای از هم دیگه یاد گرفتن در اثر مکالمه‌ای که انجام دادن، خیلی خوبه، در حقیقت یه جوری مقدمه بود برای این برنامه ما. حاصل اون گزارش گفته بود که ما مهندسینی میخوایم در سال 2020 که در حقیقت دیگه تکبودی نباشن و یه ترکیبی باشن از اون چی که به اصطلاح شخصیت‌های بزرگی که در عالم واقع به ظاهر شخصیت‌هایی بودن که به حوزه‌های یه جوری نه یکسان متقابل در حقیقت دوگانه متعلق بودن و این ترکیب رو دنبالش بودن. امروزه در حقیقت بیشتر نوروساینتیست‌ها و اینا این رو ترجمه کردن به اینکه برای بازیگرها باید نه فقط اون هوش منطقیشون بلکه هوش عاطفیشون هم قوی باشه تا بتونن اون تعادل یا کل مغز رو ازش استفاده کنن. یه جوری همین خداوند جان و خرد، یعنی عقل و احساسات، عشق و تعادل این دو رو دنبالش هستم که امروزه خیلی در ادبیات مدیریتی برای اداره سازمان ها به خصوص در حوزه رهبری سازمان ها اینا از این بازیگران حرفه‌ای تقاضا میشه. علت این کارم برای اینکه باز این پس زمینه رو دوستان یکم عنایت بکنم بهش و علت اهمیت مکالمه در سازمان ها رو که به اعتبار اون ما باید فضاهای ارتباطی رو بسازیم درک کنن، برمیگرده به این داستان این اسلاید کار خانم سیبولده که در حقیقت ایشون میگه ما اگر یه بیزینسی داریم و یه سازماندهی میکنیم این ناشی از یه نگاه به جهان یه هستی شناسی، شناخت شناسی، روش شناسیه که بعدها در با یه تأخیری تبدیل میشه به علمی و این علم با یه تأخیری ازش به اصطلاح تکنولوژی بیرون میاد و این تکنولوژی اون وقت پس زمینه های کسب و کار و کسب و کارها رو یه جوری ایجاد میکنه و کسب و کارها تو اون پس زمینه ها معنادار میشن و حاصل این وقت نوعی از سازماندهیه که متناسب میشه با این کانتکست. بنابراین اگر ما از مثلا فرض کنید سازمان های بروکراتیک صحبت میکنیم، حاصل اون نگاه آقای نیوتن بوده و سیبی که از درخت میافتاده و تعریف یه سری به اصطلاح پارامترهای اساسی این جهان ما و فیزیکدان‌ها ریاضیدان‌ها مدون کردن این بوده. در طول تاریخ به نظر میاد این حرکت به شکل به اصطلاح سپایرال و به سینوسی جریان داشته. منتها من میخوام برگردم به تاریخ به اصطلاح متأخر، یعنی از دوران صنعتی شدن که با حضور به اصطلاح ظهور آقای نیوتن مقوله سازمان‌های بروکراتیک و داستان اقتصاد صنعتی و تولید انبوه در حقیقت عمده شد. منتها در همین دوران از حد فاصل آقای نیوتن تا الان ما بعداً آقای اینشتین رو داشتیم که یه نوع هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شناسی دیگه بی داشت به در حقیقت پارامترهای اساسی فیزیک، طول و زمان و سرعت جور دیگری نگاه کرد. حاصل اون نگاه با یه باز تأخیری مثلا فرض کنید تئوری نسبیت اول عام و بعد خاص نیوتن بود که اینشتین بودش که حاصل اون در حقیقت اقتصاد سرویس و سازماندهی متناسب با اون رو یه جورایی وارد صحنه کار کرد، وارد صحنه سازماندهی امور کرد و بعد از اون هم آمدن به اصطلاح کسانی که در اندازه‌های خیلی کوچکتر نه در حد اسکیل ما وارد شدن در حقیقت مکانیک کوانتوم که اونم با خودش یه به اصطلاح طلایه‌دار این اقتصاد به اصطلاح باز ما میگیم اقتصاد اطلاعات شد که این با خودش اون وقت مدل بیزینس خاصی رو آورد، نوعی از سازماندهی خاص آورد. در فواصل اخیر و اینا هم ترکیب اینها در حقیقت
یه تئوری های جدیدی دنبال مدل هایی هستن که قرار به اصطلاح اقتصاد آینده رو برانه. همینطور که میبینید حساسیت دوستان این طرف بالاخره این نگاه هستی شناسی و شناخت شناسی و روش شناسی تبدیل بشه به یه نوع اقتصاد سازماندهی امور رو به اصطلاح ادامه اون چی که ما میگیم تکامل رشد و توسعه جوامع هست. البته این داستان وقتی ما صحبت میکنیم امروزه با ادبیات امروزه صحبت از سیستم های پیچیده کامپلکس میکنیم که من به این اشاره خواهم کرد برای اینکه خواستگاه این مدل یا این مدل ذهنی از برای ارتباطات همین سیستم های پیچیده است و این واسهش برای لااقل در تئوری برای اینه که ما پایداری داشته باشیم و اون چیزایی که در مورد رشد و توسعه داشتیم رو بتونیم به یه مرحله بالاتر ببریم و به اعتبار اون مدل‌های سازماندهی به اصطلاح متناسب، سازمان‌های متناسب زاده شدن. همه دوستان آشنا هستن با سازمان‌های بروکراتیک در ابتدای همین صنعتی شدن در قرون اولیه. اینجا من با وزنه برداری شبیه سازی کردم، در حقیقت تقسیم کار جزء مهم شد، اون چیزی که آقای نیوتن میگفت و این بود که هر سیستمی رو به اجزاش ما بشکنیم بعدا میتوانیم بشناسیم و هم وصلش بکنیم و اون نگاهی که ما در چیز نگاهی که در هستی شناسی ایشون داشتیم همون ساعت خلاصه ساعتی که کار میکنه و جهان رو مثل یه ساعت دیدن که البته برای ما دستاوردش اقتصاد انبوه بود و تولید انبوه بود و رفاه بود در طلایه سنتی شدن. منتها به نظرم میاد به دلیل افراد و تفرید تو اون نگاه و یه مقدارم کمودیتیزه کردن ایده های اصلی این نوع نگاه که به اصطلاح از دید خواستگاه فلسفی متکی به اومانیسم و انسان محور قرار بود بشه، ظاهرا برخی از متفکرین رو آورد که آقا بله ما رفاه داریم ولی آسایش بود برگردیم، ما سر زمین با هم دیگه کار میکردیم، فرایند ها هم ببینیم، مدل جدید اقتصاد خدمات در حقیقت با خودش آورد و امروزه در حقیقت میگن خب نه فقط جز بلکه کل، هر دو رو باید دید، جز و در دامن کل، کل و در جز و شبیه سازی میکنن با بازی های پیچیده مثل همین فوتبال که حاصل اینها همینطور که عرض کردم برای اینکه این رشد و توسعه به دست بیاد برای پیشرفت پایدار. من فکر میکنم به خصوص در 30 سال اخیر در این و به خصوص در آمریکای شمالی نگاهی که وامدار در حقیقت سرمایه‌داری آمریکای شمالی بود، دوستان خیلی تشویق کردن یه مکتب فکری که میگفت توسعه در امتداد رشد حاصل میشه و بدویم و بریم و هرچی ممکنه خلاصه گروت و به خصوص اکانومیک گروت و بعد توسعه میاد. واقعیت قضیه اینه که اون مکتب فکری در مقابل این که من وامدار اون مکتب فکری هستم مدعیه که رشد و توسعه در تعادل با هم پیشرفت پایدار رو میسازن و اگر شما توسعه رو فعلا تعطیل کنید حاصلش میشه اون چیزی که ما امروزه یک در محیط زیست میبینیم و بعد در محیط کسب و کار میبینیم، در سطح اجتماعی میبینیم، حتی در سطح فردی و البته سازمانی که ما به جای اینکه پایدار بشیم یه جورایی پایدار شدیم، برای اینکه به جای رشد گنده شدیم، به جای توسعه پراکنده پیشرفتمون هم یه جوری متکی شده به یه چیزایی که در اختیارمون نیست، حالا یا پایداره یا پایداریم. یعنی اگر از این فضایی که من اسمش رو گذاشتم فضای دفرمه و بدلی سایه یا اون فضای اصلی که این بالا هست که مشخصه اصلی این فضای اصلی این که در این فضا ما پایداری رو میخوایم که با هم زندگی کنیم، نه اینکه فقط با هم زنده باشیم یا با هم بمیریم در یه شرایط خیلی بد وقتی این عدم توازن که مثلا 20% 10% 20% ایراد نداره در زندگی ماها داشته باشیم، ولی اگر این 10-20% یه دفعه شد 80% 70%، اون وقت به جای اینکه با هم زندگی کنیم یه جوری در این فضای بدلی با هم دیگه میمیریم. در این فضای بدلی به جای اینکه بازی عمده بشه حاشیه بازی عمده میشه و به جای اینکه ما انرژی صرف کنیم زور میزنیم. این در نگاه و زبان ما میاد، به هم میرسیم میگیم خسته نباشید، به جای اینکه بگیم مثلا قدیم میگفتن خدا قوت، حالا میگن مثلا شاد باشید و پر انرژی باشید و اینها. این فضای بدلی در حقیقت فضایی است که در اون فضا ما
حواشی عمده میشن، استهلاک پیدا میکنیم و در شدتش یه جوری امتناع از ژرف‌اندیشی، دورنگری و جامعه بینی خواهد بود که این باعث میشه ما نتوانیم پارادوکس های به اصطلاح وجود رو حمل بکنیم. ما معمولا در بازیگرای حرفه‌ای به جای حل تضاد یا حال کردن با تناقض ها دنبال حمل این پارادوکس های اساسی به اصطلاح کار، زندگی، اجتماعی و اینها هستند. مثلا فرض کنید چجوری ما کمیت و کیفیت رو با همدیگه در تعادل داشته باشیم. ما بهش میگیم کشفیت، جای چیز جدیدی رو کشف بکنیم، یا همینطور که اینجا نشون داده شده رشد و توسعه در تعادل باشه. حاصلش اینه که در کنار رفاه آسایشمون فراموش نشه و حاصل اونه که ما اون وقت ویلنس که اینجا خیلی الان بهش میپردازن میگیم، یعنی ویلفر اگر در کنار ویل بینگ نگاه نشه، که این ویل بینگ خیلی مهمه. من وقتی میرسم به با همستان ها باز به این بر میگردیم، در کنار ویلفر خیلی مهمه که این دوتا رو با هم ببینیم. اگر به شکل متعادل نبینیم اون وقت ویلنس حاصل نمیشه، به جاش در حقیقت ما به دام آلایش میفتیم و فضای آلوده است. این فضا آلودگی های به اصطلاح اقتصادی، اجتماعی، فردی، اما اقسام آلودگی ها رو خلاصه ما تو این فضای بدلی اون وقت ممکنه تجربه کنیم که به حال خوشی به ما دست نده و به جای اینکه حال خوش داشته باشیم در حد اکثر خوشگذرانی کنیم، که این دوتا با هم دیگه تمایز داره در حقیقت بهکامی و آرامش و از اون دست سیستمایی که مرز داره و حد نداره، در صورتی که آلایش مثل خوشگذرانی مرز نداره و حد داره. و این وضعیت امروزه به خصوص دارن عمیق‌ترن بهش فکر میکنن که در کنار اون فضای به اصطلاح سود محوری که گفتیم بخش خصوصی که در 30 سال اخیر بسیار به اصطلاح رشد کرد، اینا میگم باید این داستان به فضای عمومی که در حقیقت پاور بیست است اونم نگاه بکنیم، این دوتا رو به تعادل برسونیم. و خیلی الان معتقدن این تعادل این دوتا در حقیقت اون به اصطلاح پلورا سکتور یا فضایی که توش تکثر داریم و اون انسان محور هستن، که واقعا یه جوری بازگشت به خواستگاه فلسفی مدرنیته و در حقیقت انسان محور اومانیست بودن دستاوردهای اقتصادی بوده. حالا ما یادمون رفته در اثر افراط و تفریط و در اثر کمودیتیزه کردن انواع و اقسام به اصطلاح ایده های نوبل خودمون رو بیشتر انداختیم در دام تکسی و پوپولیسم، که این وقتی هستش که ما سود رو با طمع عوض میکنیم. آز که به ما به خصوص ایرانیان حضرت دوسی خیلی توصیه کرده که در این داستان خرد و در کنار داد خیلی بهش باید رسید، تعادل، خرد، و از آز حذر کرد. و در مورد اون فضای عمومی هم که با فضای عوام زده فرق داره، داستان قدرت که به هر حال توان هست، انرژی با زور تفاوت داره. اینو ما در حد فردی و سازمانی و به خصوص اجتماعی الان خیلی میبینیم عوارض اینه که در این فضا، در این فضای به اصطلاح دفرم قرار گرفتن خیلی بده. و بدتر از همه اینه که شاید خودمون هم نفهمیدیم یا متوجه نشیم ما در تفکر سیستمی داریم این داستان قورباغه پخته، که اگر قورباغه رو تو آب جوش بذارید میپره بیرون، ولی اگر تو آب بلند بذارید زیرش رو گرم کنید یواش یواش میپزه و خوشش میاد، عادت میکنه. و مقوله تغییر و تحول و دیدن مدل های ذهنی جدید برای ارتباطات همه در جهت خلاف آمد عادت، از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن ظرف پریشان کردم. در حقیقت تو این نگاه به اصطلاح متکثر مردم محور ما دنبال یافتن نظام بی‌نظمی هستیم. در حقیقت زلف آشفته او موجب جمعیت ماست، چون این است پس آشفته ترش باید کرد. و اون جمعیت با همستان ها ظرفی است که ما این فضاهای ارتباطی و ارتباط فضاها رو برای ایجاد این به اصطلاح کامیونیتی ها در مرز بخش خصوصی و عمومی نیاز داریم، دعوت به اون میشه. و اینی که بتوانیم با هم دیگه مکالمه بکنیم برای اینکه این پارادوکس ها رو با هم حمل بکنیم و برگردیم به اون جایگاه انسانی اصیلی که
به دیدگاه فلسفی در مدرنیته اومانیستا میگفتن و خود ما که عمیق‌تر از اونم میگیم که آسمان باید امانت نتوانست کشید، قره فار به نام من دیوانه زدم، بازیافت جایگاه انسانه و رعایت انسان هستش به عنوان محور این فعالیت‌های اقتصادی یا در حقیقت عمومی که ما انجام میدیم، که عرض کردم در طول تاریخ نوسان بین این دو تا قطب به شکل تاریخی موجود بوده، ولی به خصوص بعد از دوران صنعتی شدن این رو به عیان دیگه ما لمس میکنیم و میبینیم. در حقیقت الان این مطالعه‌ای شده که چجوری ما باید یه جورایی نه فقط ریفریم بکنیم بلکه حتی ریورس بکنیم تا رینیو بشه در این لایه‌های مختلف. من این لایه‌های مختلف رو دارم میگم یعنی که من الان بیشتر میخوام تو همین لایه پلورال صحبت کنم. من به اون لایه در حقیقت پرایویت یا پابلیک که اونجا به جای مکالمه‌ای که در حقیقت دیالوگ بیسه که صحبت خواهیم کرد، اون لایه های دیگه مکالمه‌ای که دیسکلوزر بیسه یا در حقیقت دیسکورس بیسه، دیسکورس به خصوص در سطح عمومی که معطوف به قدرته، از این بحث ما امروز جدا میمونه. همطور که دیسکلوزر که در حد فردی است من واردش نمیشم در حوزه خصوصی، بیشتر در حوزه همین متکثر و تقسیم که یه جایی از نظر معمارا سپهری اینجا تشریف دارن و ما رو بعداً تفسیر میکنن که ما این معمارا به اصطلاح تمایزی بین فضای خلوت خودشون با فضای جمعی دارن، حد فاصل این دو هم ما فضاهای دیگری داریم که ما در ادبیات کار سازماندهی خیلی از این فضاها استفاده میکنیم و به خصوص بعد از دوران مدرن که میگفتن باید فضای خصوصی رو یکم باز کنیم به نفع فضای عمومی، من تاکید میکنم که اون فضای خصوصی با فضای شخصی یا خلوت کاملا متمایزه، چون اتفاقا در خدمت آقای محقق جایی بحثی داشتیم راجع به این هنرمندا که آیا باید هنرمند رو خلاصه ارزیابی کرد یا باید آثارش رو ارزیابی کرد و اینا، یکم راجع به این تمایز فضاهای عمومی و خصوصی و اینها صحبت کردیم. حاصل عدم رعایت اون تعادل این بود که ما این پیار رو که قرار بوده ظاهرا با هم ببینیم نبینیم و پایداری رو از دست بدیم، یعنی این پی عمده شد در حقیقت سود و به قیمت انسان و البته محیط زیست که حاصلش این عدم تعادل بود، از محیط زیست شروع شد، امروزه این تمام تبعیض‌های انسانی رو هم می‌بینیم البته به خصوص اجتماعی، البته در سطح سازمانی هم تو کورپریت ها خیلی دیده میشه، به قیمت اینکه سود رو عرض کردیم و عرض میکنم حتی نگفتیم سود، یعنی پروفیت ایراد نداره، پیپل نید رو جواب باید میدادیم، پیپل گرید رو خواستیم جواب بدیم، رفتیم سراغ آز و حاصل این رعایت نکردن این پیا باید شد پیای دیگری هم نبینیم که این پیای دیگر هم امروزه در ادبیات توسعه پایدار مثلا وقتی میگیم پراسپریتی یا میگیم پارتیسیپیشن یا میگیم فرض بفرمایید حتی پیس، اینها همه در خطر میفته که ما خودمون گاهی وقتا آشنا نیستیم، یعنی میریم و به اصطلاح خیلی کار میکنیم ولی حال خوش نداریم، این خوشنودی و خوشحالی رو نداریم و البته این باعث میشه که انسان رو نبینیم، زمین رو نبینیم، حتی صلح هم به خطر بیفته. و من باز میخوام تاکید کنم رو اون پس زمینه اقتصادی قضیه که تمام صحبت من تو این پس زمینه معنا پیدا میکنه، که این حرفایی که من میزنم یا این داستان فضای ارتباطی ارتباط فضایی یا مدل ارتباطی که عرض میکنم توی پس زمینه اقتصاد تجربه و اقتصاد مشارکتی با معنا میشه، یعنی جایی که همینطور که اون سلاید خانم سیبورد رو نشون دادن دیگه ما رفتیم تو سطح کوانتوم، در حقیقت مدیریت کوانتومی داریم میکنیم، اینجا هستش که این مدل اصلا با معنا میشه، وگرنه اگر ما هنوزم بخوایم در حد اقتصاد کمیت‌گرای صنعتی و تولید انبو باشیم و اون مقیاس باشیم، ما مدل‌های دیگه ارتباطی داریم که به کارمون خورده، به کارمون هم هنوز میخوره در یه جایی و در حد اقتصاد خدمات هم اینطور. عمده این صحبت ما وقتی میگیم بازیگر حرفه‌ای در پس زمینه اقتصاد تجربه معنا پیدا میکنه که در حقیقت کار رو یه صحنه تئاتر میبینیم، یه تئاتر میبینیم، یه بازی میبینیم و هر کسب و کاری هم یه استیج و یه صحنه و دنبال این هستیم که به عنوان بازیگر حرفه‌ای بیایم به صحنه تا
اون تعادل و توازن از دست رفته رو باز بیابیم. نه عادلانه نه زیبا بود جهان پیش از آن که ما به صحنه برای الان. این مدل ذهنی تار برای خیلی از کسب و کارهای چابک و به خصوص تاباور ازش استفاده هایی میشه که حالا من وارد اون سازماندهی نمیشم. فقط باز میخوام بگم بازیگر حرفه‌ای تو این پس زمینه است که معنا پیدا میکنه در حقیقت، نه در حوزه یه ناظر که بیشتر متکی به اکسپریمنت و حوزه همون علما هستش، و نه حتی یه حاضر که به حوزه عرفا هستش و به کشف و شهود در حقیقت متکی هستش و اون شهودی که ما داریم. بازیگرا در این مرز این دو به عنوان جستجو کرد اکتشاف میکنند، مرتب در حال جستجو هستند و اکتشاف میکنند. همونی که تو اون اسلاید اول دیدیم در حقیقت یه لایف تایم لرنر، یه یادگیر دائمی هستند، در مرز نظر و به اصطلاح عمل مشغول بازی با این نظریه ها هستند. در نظر بازی ما بیخبران حیران. ما البته وقتی های محقق تشریف دارن جسارت میکنیم به ساعت حافظ یه جوری ایشون بخشن ما رو که ما وقتا حافظ رو یه جورایی بالاخره مصادره میکنیم، ولی امیدوارم مصادره به مطلوب باشه نه مصادره به نامطلوب که خیلی ها میکنن. ولی مهمتر از همین که اگر باز مراقب نباشیم ممکنه بازیچه سیستم بشیم و به جای سازگاری با پیچیدگی ها سازش کنیم. و این داستان تمایز سازگاری و سازش که در دلش رسوایی میخواد دیگه، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد، خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت شد. این رسوایی به نظر من از اون ویژگی هاییست که بازیگرا دارن، که به اصطلاح بازیگرا اعم از استثناها یا قاعده ها هستن. تکامل اگرچه به دوش قاعده سواره مدیون استثناست، و اگرچه مدیون استثناست به دوش قاعده سواره. بازیگرا در این مرز یه نگاه جریانواری دارن به هستی، بنابراین سازماندهیشون هم خیلی کوانتومیه و جریانوار این کار میکنن. این نوع سازماندهی امروزه خیلی عمده شده برای اینه که سازمان ها رو به سمت سازمان های پرفورمنس بیس هستن میخوان برن، دنبال پرفورمرهای حرفه‌ای هستن که این پرفورمرها منای کاری که انجام میدن نقشی هم ایفا میکنن. در حقیقت میدونن که غرض نقشی است که از ما باز مانند که هستی را نمیبینن بقایی، و از این حیث مسئولیت انتخاب رو میپذیرن و فرافکنی نمیکنن. نوعی از دید هست که در مرز حالا از دید فلسفی جبر و اختیار به عنوان انتخاب خودش رو نشون میده، و نگاهشون اصولا به هستی، به هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شناسیشون یه نگاه جریانواره به هستی، و دائما در مسیر نو نو شدنن، برای که اعتقاد دارن دائما نو میشود دنیا و ما بیخبر از نو شدن اندر بقا. و امروزه اتفاقا این رو الان مدون که کردن، مثلا در همین عصرهایی که من به کمک اون اسلاید یعنی کتاب موج سوم، حالا ما موج چهارم هم اضافه کرده بودیم، الان این رو میبینیم که اینجا وقتی صحبت میشه از به اصطلاح استعدادهای نادم ها یا ظرفیت‌های استعدادی، باز این کلید واژه‌ها رو دوستان اینجا میبینن: خلاقیت، چابکی، سازگاری و رزیلینس، که البته اسم این آدم ها هم گذاشتن به اصطلاح نئو جنرالیست، یعنی اون جنرالیست نیستن که اقیانوسی به عمق 1 میلیمتر. اینها یه ظرفیت‌های شناسی و خصوص دارن، کاگنیتیوی دارن، که حاصل به اصطلاح تجربه و تکامل این مراحل قبله، یعنی کارشون رو میدونن چیه، اما نقششون هم در سازمان، در جامعه و اینا میشناسن. تمایز خیلی ساده کار و نقش هم اینه که ما کار با بودن آدم ها معلوم میشه، نقش با نبودن. کار به عالم موجود متعلق داره، نقش به عالم وجود. و در حقیقت بازیگرها در مرز این دو به اصطلاح در اون ساحت وجد پدیدار میشن، خودشون رو عیان میکنن، و این پدیدار شدن کمک میکنه که این نئو جنرالیستی که الان خیلی از بچه های جدید، نسل جدید به کمک همین تغییر نظام آموزشی در جهت تربیت اونها گام برمیدارن، اسمشون از بازیگر حرفه‌ای
که در حقیقت هنر سازگاری رو در تعادل و توازن با پیچیدگی ها میدونن. این کارم از طریق یادگیری، این لرنینگ در به همین دلیل من اشاره کردم یادگیری در این دیدگاه بسیار مهمه، برای اینکه دیگه ما در این دیدگاه دنبال به اصطلاح استراتژی رقابتی یا رفاقتی نیستیم، استراتژی متمایز کننده رو دنبالش هستیم و تمایزها از این میزان یادگیری ما حاصل میشه. و این یادگیری هم البته متکی به این مدل ارتباطی که امروز میخوایم راجع به فضاهای ارتباطی من بیشتر توضیح بدم، در پس زمینه پیچیدگی و کامپلکس سیستم ها این معنا پیدا میکنه. این بازیگرا اولا درک پیچیدگی دارن و دوم اینه که این فضاهای عمومی رو که ما امروز بهش خواهیم پرداخت و این تصویرم که دوستان دیدن، من وام داره به اصطلاح فیزیکدان ها و ریاضیدان هایی هستیم که به کمک استرینگ تیوری و تیوری ابرریسمان ها الان که میخوان راجع به جهان ما صحبت کنم، به دلیل درک عمیقشون از پیچیدگی قادرن این ورای چهار بود، حالا در یه دیدگاهی که حالا هنوزم روش صحبته، 11 تا بود که یه بودش هم اصلا به اصطلاح بود خیالی، تصویر این عالم در آینه اعداد مجازی، جایی که بزرگترین شخصیت تاریخ ریاضیات به کمک ریاضیدان ها اومده، اون رادیکال منهاییت ایمجینری نمبر که عدد خیالی است و ما رو نزدیک میکنه به همون ساعت ادبا، برای اینکه هر دم از روی تو نقشی زندم دل به خیال، یا راهی زندم دل به خیال، اگر شما اهل موسیقی باشین مثل جناب معقل. ولی این داستان اهل خیال در حقیقت اینجا میاد و خیال پردازی که به قول اینشتین برای همه استعدادهایی که ما احتیاج داریم، و خودش چقدر از این استفاده کرد، پدیده هایی رو که سالها و همه ما میبینیم رو جور دیگر دید و تونست به کمک این خیال اونها رو در یه ساحت دیگری ببره و بگه که بهتر ما با این خیال از اون مقیاس خودمون، اون پیرامون خودمون، چه از لحاظ طول، چه از لحاظ جرم، چه از لحاظ سرعت خارج بشیم، که حاصل اونها هم که عرض کردم تئوری نسبیت عام و خاص و این مورد ما تئوری کوانتوم یا کوانتوم مکانیکه، که برای اینکه ما نزدیک بشیم بهش باید خیلی بریم وارد جزء بشیم و یه به اصطلاح تصویری خیالی از فیز سپیس در حقیقت یا تایم سپیس در ادبیات ریاضیدان ها بدونیم، که من به وامدار در حقیقت ترمودینامیک و داستان همین فیز سپیس ها یکم با این تصاویر راحت تر میتوانم ارتباط بگیرم و ازش زیاد استفاده میکنم. دوستانی که علاقه مند هستن به نظرم خیلی به خصوص با بکگراند مهندسی این کتاب Elegant Universe آقای براین گرین، فیزیکدان معروف که یه مستند هم روش ساختن، به نظرم خیلی مقدمه خوبیست برای اینکه به ما بگه ما چجوری چیزایی که اطراف خودمان میبینیم رو میتوانیم برای اونها بریم جور دیگر نگاه بکنیم. و این جور دیگر نگاه کردن درک پیچیدگی رو من به کمک چارچوب نگاه سیستم ها که دوستان همه باش آشنا هستن، اینجا مهندسن که میگیم سیستم اجزایی داره و هم در ارتباطن، دنبال هدفی هم، و مهمتر از داستان خود تعریف سیستم ها این تمایز سیستم ها که به ما نشان میده سیستم های ساده با پیچیده رو، که آقای بولدینگ این تمایز رو انجام داده. ولی من چون میگم نه در حوزه علما و نه در حوزه عرفا بلکه این حوزه ادبا دوست دارم باشم، در حقیقت این سلسله مراتب سیستم ها رو همیشه به کمک جا مولانا میگیم که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه پرسم کیز مردن کم شدم، همه دیگر بمیگم از بشر تا برارم از ملائک پر و سر، بار دیگر از ملک پران شدم، آنچن در وهم ناید آن شدم. این در حقیقت همین ردبندی سیستم هاست که در سه دسته مکانیکی، ارگانیک و میدونیم تمایز سیستم مکانیکی و ارگانیک در حقیقت اثر محیطه که دیگه کارکرد سیستم رو به رفتار میتونه بدل کنه، و در حد سیستم های به اصطلاح انتزایی روی خود بسته که دیگه روابطشون مکانیکی یا ارگانیک نیست، دیالوژیکه، عنصر انسان و حق انتخاب و اختیارش مطرح میشه که پیچیدگی سیستم ها رو زیادتر میکنه. و این سیستم های
پیچیده تر که با حضور انسان، که البته به شرط اینکه از انسان صحبت بکنی نه آدم، انسان تو شدنه و آدم تو بودن. در حقیقت اگر انسان و موجودی حساس، آزاد، آگاه و آفریننده بدانیم، اون وقت ما میتوانیم سازماندهی ها رو بر مبنای این سیستم ها دستبندی کنیم و بگیم که یه سیستم پیچیده یا دیالوژیک نه فقط به دلیل اینکه به اصطلاح اجزایش و ایجنت های زیاد میشن پیچیده میشه، بلکه نوع روابطشون که دیگه از روابط خطی مکانیکی و حتی دوری ارگانیک به روابط دیالوژیک تبدیل میشه. این روابط به ما اجازه میده که ما سیستم هامون رو مرز داشته باشیم، حد نداشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی هم علامت بی‌نهایت، یعنی ما یه قواعد بازی که معمولا توی سیستم های پیچیده قواعد خیلی ساده، یه دوستانی که با تئوری کیاس آشنا باشن اینو میدونن، مثل خود همین فوتبال چند تا قانون ساده داره، ولی توی این قانون ساده ما بی‌نهایت شکل از این بازی پدیدار میشه. برخلاف اون بازی های ساده تر، این بازی های پیچیده تر در یه مرزی هستن اما حدی ندارن. البته این واژه مرز و حد و فیزیکدان‌ها جابجا استفاده می‌کنن در مورد یونیورس ما، که وقتی میگن نامحدود یا مثلا مرز نداره به این تعبیر استفاده می‌کنن، ولی این تعبیری که من الان به کار می‌برم، ما میگیم نامحدوده و مرز داره. در حقیقت این بازی نامحدود، اخیراً یکی از این دوستانی که تو مدیریت هست، این آقای سایمون ساینک، کتابی هم داره بازی‌های نامحدود یا بازی‌های در مقابل بازی‌های محدود، در حقیقت جنس روابط سیستم رو پیچیده میکنه و مهمتر از اون حضور انسان به عنوان موجودی حساس، آزاد، آگاه و آفریننده که انتخاب میکنه و مسئولیت انتخابش رو میپذیره، که اون وقت دیگه ما میگیم دردم از یار است و درمان نیست هست. یعنی این تصویری که کار آقای اشر هستش متکی به اون سطح ریاضی خیلی معروف موبیوس که در حقیقت سطحی است که یک بود داره، به ما میگه چجوری میتوانیم در روابط با خودمون، با دیگری، با سازمان، با جامعه و با هستی مرز داشته باشیم، حد نداشته باشیم، به شرط اینکه نوع نگاهمون و مدل ذهنیمون دیگه نیوتونی نباشه، بریم سراغ مثلا فرض کنید نسبیت خاص یا با یه سرعت‌های بالاتر حرکت کنیم، بریم سراغ کوانتوم و اونجا در حقیقت در جزء اندازه‌های ریستر درگیر بشیم، که همه اینا متکی است به یادگیری، که همینطور که دوستانم هم بهش اشاره کردن که البته برای یادگیری ما هم نیاز به آموزش داریم، هم پرورش. اگر میخواهیم یاد بود برگزار نکنیم، یعنی با هم زندگی کنیم و با هم دیگه نمیریم، فقط نگیم یادش بخیر. و این یادگیری امروزه در سازمان ها، اصلا سازمان های یادگیرنده، المان هایی که داره، اولیش همین مدل ذهنی است که کمک میکنه ما پارادایم های جدیدی داشته باشیم. البته این مقوله نگاه سیستمی که حلقه واسطه بین نگاه سیستماتیک و فراسیستمی دیالوژیکه، اینجا خیلی مهم است. و این داستان پرسونال مستری که مثل هر بداهه‌خوانی بعد از این که شما رفتید و نوت یاد گرفتید، نقل سینه به سینه و به اصطلاح مستری در حقیقت لازم داریم. و البته به شکل مشارکتی، کار تیمی به مفهوم تیم نه گروه، اینجا لازمه. و توی سازمان‌های یادگیرنده ما از به اصطلاح دورنمای مشترک صحبت میکنیم. خود دورنما مهم نیست، این شیر کردن خیلی مهمه که بهش برمیگردیم. اینا عناصر سازمان های یادگیرنده است که آقای سنگه میگه که به اعتبار اون، یعنی برای اون، ما نیاز داریم به همین به اصطلاح تغییر مدل ذهنی که دیگه از پروفیت یا سود بیایم به مقصود و حتی قصد، اینتنشن. الان ما به اصطلاح intention strategic planning و اینها صحبت میکنیم، از دید ساختار سازمانی، از این نظام های کله قندی میاد به نتورک ها که امروزه الان ما به کمک همین نتورک در خدمت دوستان هستیم، و از داستان کنترل، کامند کنترل، میایم به چکن بالانس به اعتبار توانمندسازی عناصر، که این کلید واژه هر نوع به اصطلاح نگاه پایدار در حد فردی، سازمانی و اجتماعی. در حقیقت توانمندسازی این کمک میکنه که اون آدم انسان بشه و ما صحبت کنیم از پیپل، نه به اصطلاح پوپولیس. در حقیقت نگاه های پوپولیستی همه در جهت این هستن که انسان ناتوان، درمانده، وابسته، مستأصل، بیچاره، متکی به دیگری، خلاصه انواع و اقسام
ویژگی هایی که باعث بشه تحت نه اقتدار سلطه قرار بگیرن. و این کلید واژه خیلی اساسه. ما اون وقت از نگاه خطی یعنی میایم به نگاه در حقیقت نه فقط اکسپریمنت، اکسپریانس هم که گفتم تجربه. اینا واژه‌ای که من چون می‌خواستم به این خود سایت وفادار بمونم پسی نکردم. و بعد شفافیت، یکی از مشخصه‌های اون فضای ناموزون این که کلره، آلوده است، شفاف نیست. شفافیت خیلی خیلی مهمه که این اینجاست که میگم پرایوسی رو میتونیم شفاف بکنیم برای اینکه بریم به پابلیک. این با فضای شخصی فرق داره، ما وارد فضای شخصی هم دیگه نمیشیم، ولی فضای خصوصی رو میتوانیم در چارچوب فضای عمومی شفاف بکنیم. و بعد البته این مایندست یا این مدل ذهنی تاب‌آوری میاره که ما از مثلا پروتکشنیسم و اینا میان به نه فقط اپورتونیتی بلکه امکان پاسیبیلیتی کرییت میکنیم. و بعد از یه متخصص میایم همون کنجکاو بچه میشیم، برمیگردیم به اون کنجکاوی دائمی. از یه آدم ری اکتیو داریم میشیم کری اکتیو، کرییتیو میشیم در حقیقت. دیگه قربانی شرایط نمیشیم، بلکه یه ایجنت هستیم، میشیم بازیگر، بازیگر حرفه‌ای یا در حد اجتماعی سوشال اکتر. و منابع رو در حقیقت به شکل منبعجو میشیم، باز میبینیم. به جای قطعیت هم دنبال همون اکسپلوریشنی که عرض کردیم جستجوگر میشیم، میایم وارد فضای عدم قطعیت میشیم. و به جای فیکس مایندست میایم اسمش رو گذاشتم گروت مایندست. مایندست اینجا چون این واژه گروت رو دوست دارم، ولی من عرض کردم این واژه گروت باید بگیم پروگرس، برای اینکه اینجا معمولا واژه گروت رو به اون حوزه اقتصاد فقط اختصاص میدن، development توش قائبه یه جوری، یا اگر هم هست میگن در ادامه growth میاد، من میگم در تعادل این دو با هم حاصل میشه. و حاصلشون تاب‌آوریه که شما میبینید. اولین داستانش همین مدل ذهنی رو تغییر دادنه که ما الان میخوایم از این استفاده بکنیم و ما تاب‌آور میشیم. و مهمترش هم اینه که connect بشیم با هم. ما contact زیاد داریم ولی connection کم داریم. شاخص connect شدن با دیگر اینه که حتی اگر مدتی هم نبینید دلتون براش تنگ بشه، یعنی کانکتیویتی کار دله. به همین دلیل هم اون داستان عقل خرد در کنار دل عشق باید همراه بشه. حالا نور ساینتیست هایی که در جمع باشن میگن این دوتا یکیست، بله دارم مطالعه میکنن. از یا میگن هنوز این دوگانه در کنار هم با معناست. من مرادم از دل همون داستان نگاه عارفانه است. دل من بارگه سلطنت فقر و فناست، آسمان است و زمین است گدای دل من. و دل ما میتونه به ما کمک کنه که اون فضای ناموزون تقلبی رو بشناسیم. میگه هر سکه میشه قلب باشه، اما هرچی قلب شد دل نمیشه. دل که تقلبی نمیشه. یا رب این قلب شناسی زکه آموخته بود. بله این وقتی میامد که رخساره برافروخته بود جناب معقل عزیز، این داستان این قلب شناسی شو نشون میاد که این رخساره برافروخته بود. و البته چابکی لازم که میبینید در اثر توانمندسازی است، نه ناتوانمندسازی. اون ناتوانمندسازی و وابستگی و استحصال و بیچارگی و درماندگی تا یه حضرت کرونایی از بیرون میاد، اون وقت شرایطی رو پیچیده برای ما میاره که اسمشو میذارن بوکا، نمیدونم شرایطی که آنسرتن، نمیدونم کامپلکس فلان اینا. الان توی بیزینس این رو میگم، ولی اینم دارم میگم برای اینکه بازی دکانی برای خودشون را بنزن. ما داشتیم، ما همیشه این پیچیدگی رو داشتیم. اگر توانمند باشن اون وقت میتونیم با این پیچیدگی ها سازگار بشیم، سازش نکنیم. و البته این سازگاری حاصلش میشه ادپتیشن و نه کانفرمیشن. و همینطور که میبینیم در حد سازمانی ما رو میبره به خلق تجربه متمایز برای زینت آن که اصلا خواستگاه فضاهای به اصطلاح ارتباطی است که ما با همدیگه الان بهش باز میکنیم. من وقت زیادی رو این کانتکست دارم میذارم، برای اینکه بدون این کانتکست بی‌معناست فضای ارتباطی. برمیگردم به فضای ارتباطی، فکر میکنم توی نیم ساعت آینده بهش میپرزم. ولی این هم بعد نیست باز نگاه بکنید این که واژه امپاورمنت رو که برای هم که گفتم شرایط خیلی پیچیده، عدم قطعیت، uncertain، complex و در حقیقت ابهام، ambiguity و آسیب پذیری و لیتالیتی ما، اینو اسمش رو باشتن بوکا. همطوری که میبینین این داستان سازمان های یاد گیرنده
اگر سازماندهی میخوایم بکنیم که متکی به نتورک هست، برای این فضاهای پیچیده میده که اون وقت مسئولیت انتخاب و البته بازیگران حرفه‌ای که امپاور هستن و توانمندن. این توانمندسازی بسیار مهمه و عرض میکنم خیلی از جاها که اول میشنون خوششون میاد، ولی بعدن که میگیم خب این توانمندسازی وقتی طرف توانمند شد دیگه نمیشه کارمند، میشه شهروند سازمانی، حق داره ها، دیگه رعیت نیست که به اصطلاح تکلیف داشته باشه، باید قدرت رو شیر کنید، اون پاور که مربوط به پابلیک اسپیسه. اون وقت مقاومت ها شروع میشه که همون مقاومت های به تغییر طبیعی و تحول و تولد مجدد سازمان ها. که من باز میخوام برگردم به این المان های سازمان های یادگیرنده و این 5 تا المانی که عرض کردم، میخوام از این کمک بگیرم وارد بحث اصلیمون بشیم که اون فضاهای ارتباطی است و بگم این فضاهای ارتباطی مدل ذهنی جدیدی میخواد که این مدل ذهنی جدید کاملا متکی است به همین جنس روابط و در حقیقت بابت این جنس روابط و نوع بازی و جایگاه انتخاب انسانی ما از اصلا دیگه در این نگاه سازمان رو جریانی از مکالمات در شبکه از تعهدات می‌بینید. شما اصلا ببینید دیگه اینجا سازمان نه ماشینه، نه ارگان درخته، از جمادی نیست، نمو نمی‌کنه، یه سیستم پیچیده ذهنی است. بازیگرایی می‌خواد که از این نظر توانمند شده باشن، چه از دید عقلی، چه از دید همون عاطفی که گفتم الان میگن مدیران و رهبران کنار IQ EQ لازم دارن، برای اینکه بتونن این سازمان رو نه فقط مدیریت یا رهبری کنن، هدایت کنن. یارب از ابر هدایت برسان باران. هدایتگری در ذاتش اینو شاعرانگی است. من چون اون از فوتبال استفاده کردم همیشه یاد این جمله‌ای میفتم که در رسای آقای رینوس میشل به اصطلاح آفریننده توتال فوتبال میگن او هدایتگر شعرای فوتبال بود. بازیگرای حرفه‌ای شاعرانگی دارن، بنابراین شاعرانگی که یه کیفیت به اصطلاح ادیبانه هست، این شما ممکنه در رفتار و عملکرد یه کارمند ببینید، در شعر یه شاعر ببینید، در نمیدونم یه آدمی که داره کار اجتماعی هم میکنه این رو بتونید دیتکت کنید و ببینید. در این نوع نگاه و با این مدل اون وقت ما ارتباطات رو از اون مدل گیرنده و فرستنده که وامدار به اصطلاح همون آقای نیوتن هست و جزء عمده میشد، یه گیرنده‌ای داریم، یه فرستنده‌ای داریم، یه کانال ارتباطی داریم و خیلی متکی بود به اطلاعات، نه دانش یا درک یا خرد. این اطلاعات رد و بدل کردنش با این مدل ذهنی آمد و دقیقا کامیونیکیشن که در دوران ما قبل مدل به معنی بیای یکی بشیم، کامیونی بشیم، تقلیلش داد به این مدلی که گیرنده فرستنده عمده میشه. معمولا هم در اینجور موارد وقتی اون وقت فرستنده ها نمیگیرن میگن دست به فرستنده نزنید، ایراد از گیرنده است، یا بالعکس کاری که میکنن. اما واقعیت قضیه این که وقتی ما اومدیم جلوتر، وقتی وارد نسبیت شدیم که دیدیم به اصطلاح معنای اصلا حرکت در ارتباط با همدیگه تعریف میشه، اون وقت این فرایند تفکر گیرنده و فرستنده عمده شد. اگر ما فقط داده رو به اطلاعات رو به دانش، دانش رو به درک و درک رو به خرد تبدیل نمی کنیم، که اگر این کار رو بکنیم میشیم آدم مطلع دانای فهمیده باشعور، و اگر این کار رو نکنیم میشیم آدم مطلع نادان نفهم بیشعور. این انتخاب هر کی میتوانه این انتخاب بکنه، ولی اگر اهل تفکر هستیم در حقیقت این دو به اصطلاح ایجنت در با هم دیگه در رابطه با هم تعریف میشن. در این تئوری های کوانتوم و اینا، این انتنگلمنت و اینا که میگیم، خیلی نزدیک به یه همچین نگاهی که صحبت از انرژی میکنه و این فضاست که اون وقت به این فضا سازی ما با فکر و ذکر به اصطلاح دل و جان و روح و روان حضور باید داشته باشیم تا بتوانیم بگیم دردم از یار است و درمان نیست، هم بی نهایت واریاسیون داشته باشیم. ما رو میرسونه به مقوله همین فضاهای ارتباطی. اگر بتونیم این اسکیل رو تغییر بدیم، بیاییم در حد یکم حرکت کنیم، توپو ببینیم، کل زمینم ببینیم، جزء رو ببینیم، کلم ببینیم، تو آن واحد که عین کثرت آمد، تو
بانک اسلام که عین وحدت آمد. این بازی مثل این زوم عدسی های دوربین خیلی مهمه که در ذهن ما میتونه اتفاق ما رو برسونه به یه همچین فضاهای ارتباطی که این فضاهای ارتباطی اصلا به عنوان بستر اصلی همون که گفتم خلق تجربه متمایز برای ذینفعانه و یادگیری. فضاهای عمده‌ای که ما به خصوص در سازمان‌ها به کار می‌بریم این فضاها هست، در حقیقت دیالوگ که من ترجمهش کردم شگفتار، میگن گفتگو، گفتگو کمه، گفت و شنود بهتر از گفتگو به نظر من، ولی اصولا من ترجمهش کردم شگفتار. بحث هست و البته مذاکره، مناظره و سخنرانی. ما به ازای بدلی این فضای ارتباطی را من اینجا نشون دادم، یعنی بگو مگو با دیالوگ فرق داره، در حقیقت مناظره با مشاجره، مذاکره با مناقشه و مباحثه با جدل کاملا فرق داره. این فضاهای ارتباطی تمایزشون به وامدار نیت هاشونه که ما در یادگیری از این فضاها استفاده میکنیم، یعنی فضای دیالوگ برای شناخت و بعد همینطور که میایم جلو فضای بحث برای تفاهم، بعد میایم مناظره برای اثبات نظر، بعد منابع محدود مذاکره میکنیم و کار رو میبریم به مدار بالاتر. این فرایندیه که توی یادگیری مستمر اتفاق میفته. هنر اون هدایتگرا اینه که این فضاهای ارتباطی رو بسازن و برای ساختن اون مثل هر معماری هر فضای دیگه چرایی و چیستی و چگونگی باید همخوان باشه و برای اینکه این سپایه کار همخوان باشه نیت کار با پیش‌فرض ها چه می‌کنه و چگونگی و حضور در این فضا خیلی مهم میشه. نیت این فضاها اینا رو از هم دیگه متمایز میکنه. یعنی وقتی ما میگیم سخنرانی یه نیت داره، مذاکره یه نیت داره، نمیدونم دیالوگ یه نیت داره، مباحثه نیت داره، مناظره نیتی دیگه داره. نیت دیالوگ شناخته و همینطور که میبینیم به همین دلیله که ما در دیالوگ در حقیقت دنبال تعلیق پیش‌فرض ها هستیم و مشارکت خلاقانه و البته بعد مذاکره و مباحثه و مناظره و سخنرانی حسب نیاز با نیت های دیگه و شرایط متفاوت دیگری برای پیش‌فرض ها و حضور در حقیقت لازم داریم. من اشاره کردم دیالوگ شگفتار مهمترین اینا هست برای اینکه در مقابل دیسکورس و دیسکلوجر. علت اینه که در حقیقت میدونید دیالوگ، دیالوگوس از میان برآمدن، لوگوس که ریشه لاجیک یا لاجی منطق و شناخته، سخن فارسی سخن از ریشه سخن به معنی سخن از ریشه سخن به معنی شکافتن، باز کردن، مثل کلام عربی خراش، معنا برملا میکنه. دیالوگوس یعنی از میان برآمدن معنایی که هر کدوم ما به یه بخشی از این فیل خلاصه دست میزنیم، از زن خودمون یارش میشیم، در صورتی که اگر در کف یک شمعی بودی اختلاف از جمعشان بیرون شده. این دیالوگ در حقیقت برای شگفتار یا پدیدار شدن اون پدیده پیچیده است که هر کسی از زن خودش یار میشه. توی سیستم‌های پیچیده حتما ما نیاز داریم که به اصطلاح تخصص‌های مختلف همین دلیل کنار هم بیان، نه فقط تخصص‌های مهندسی و فنی و اینا. وقتی داریم از سیستم پیچیده صحبت می‌کنیم تخصص‌های محیط زیست، بازار، انسان شناسی، جامعه شناسی، تاریخ شناسی، کانتکست رو دیدن، اون وقته که ما این پدیده پیچیده برامون پدیدار میشه و حاصل این سازماندهی اینه که همکاری و مشارکت شنود و گفت همینطور گفتم شگفتاره و این شگفتار برای طراحیش ما یه استراتژی لازم داریم، شیوه مدیریتی فضا و یه یادگیری. من این رو دارم فقط به عنوان نمونه نشون میدم چون این فضای دیالوگ مهم بوده، میخوام خیلی وارد طراحی این فضا یا اینکه هدایتگرا چه میکنن، ولی در حقیقت همینطور که عرض کردم یه مرتکی به یه باوریه که هر کسی به یه بخشی از حقیقت دسترسی داره. ویژگی رفتارش اینه که پیش‌فرض‌ها رو باید آویزان کنیم، اعتماد مقابل و حداکثر شفافیت رو میطلبه و بعد توی فرایند کاریش شناخت مسئله است از جنبه‌های مختلف، تسهیم دانش، شیرینگ، نالج شیرینگ و نوع حضور البته مشارکت خلاق و فعاله و با بدلش یه تمایز داره چون این اصیل میگه همه چیز را همگان دارن و همگان هنوز از مادر زاده نشدن، ولی در حالت غیر اصیلش اون وقت ما این داستان میشه به بگو مگو
اون وقت باورمون میشه همین رفیق بازی هوای رفقا رو داشته باشه، اونا هم هوای ما رو دارن. ویژگی های رفتاری به جای سخن گفتن حرف زدن، چو در یاد دور فشان از جوش منچی، سخن سر کرده ای خاموش منچی. حرف زدن حرف با دعواست، سخن شکافتنه و فقط به اصطلاح حرف نمیزنیم که حرف زده باشیم. بیشتر از کنجکاوی فضولی در حقیقت دنبال هستیم، فرصت طلبی و منافع جناحیست و تصمیم گیری خیلی محفلی میشه. این نوع حضور هم خیلی حضور احساسی میشه، یعنی مورچه رو که لگد میکنیم همه گریه میکنیم، ولی زیرا به همکار که میزنیم بگیم همچین زدن که دیگه نمیتونه از جاش بلند شه، کاملا فرق داره با حضور آگاهانه. یعنی یک فضایی است که اون وقت شما در این فضا قرار شناخت حاصل کنید، نه اینکه هوای همدیگه رو داشته باشید. من فقط خواستم این رو به عنوان یکی از نمونه فضاها گفته باشم، چون بحثمون در مورد فضاهای ارتباطی و ارتباط این فضاست. فضاهای ارتباطی فضاهای مختلفی ما داریم، فقط این پنج تا نیست. یه تعداد از این فضاها فضاهای مؤثرن، این فضایی که در بالای این منحنی بوس می‌بینی، یه سری فضاهای غیر مؤثرن. من اینجا از فضاهای مؤثر صحبت کردم که باز برای اینکه ما بدونیم در چه فضایی بیشتر سیر می‌کنیم، روی اینجور نگاه‌ها تستایی هست، ما خودمون می‌تونیم بازشناسی کنیم خودمون رو. و چهارچوب کاریم در حد فردی است، محورای یکی کنجکاوی است در حقیقت، بدونه باز بودن ذهن برای تغییر و انعطاف پذیری است، میزان صرف انرژی و ریسک پذیریه که ما در این فضاها میگیریم در حد فردی. این فضاهای ارتباطی رو داریم که ما اینجا اون فضاهای بیشتر همون بالایی رو ذکر کردیم به عنوان فضاهای مؤثر. این فضای پایینی هم هست ولی غیر مؤثره، یعنی فضای مثل سکوت، کنارگیری آگاهانه، فضای اصیلی است که با خاموشی هم که عرض کردم فرق داره. چو در یاد دور فشان از جوش منچی، سخن سر کرده خاموش منچی. خاموشی با خاموشی قهر کردن با سکوت کاملا فرق داره. کنارگیری آگاهانه یه فضای ارتباطی اصیله ولی نامؤثره، چندان مؤثر نیست. و البته بدتر از این که ما به دام این فضای بدلیشون بیفتیم، یعنی به جای انرژی زور بزنیم، به جای انعطاف‌پذیری شکل‌پذیر باشیم، به جای کنجکاوی فضولی کنیم و به جای ریسک کردن فقط خطر کنیم، اون وقتی که اصلا دنبال اصلا چانه‌زنی و قلدری و چاپلوسی و تظاهر به عدم وجود مسئله است. خلاصه فضاهای بدلی فضایی که ما اونجا همونطور که عرض کردم به جای بازی حاشیه بازی عمده میشه و به زور میزنیم و انرژی از دست میدیم و یواش یواش دیگه جهت‌اندیشی، دورنگری و جامعه بینی رو فدا میکنیم. و البته من اینجا میتونم پرزنتیشن رو به اصطلاح یه جورایی تموم بکنم، وارد گفتگو بشیم. البته من یه کلیپ فیلم کوچکی هم داشتم که اگر دوستان علاقه من باشن راجع به یه گفتگوی سه تا ایجنت، یعنی یه فیزیکدان، یه شاعر و یه نماینده انتخابات ریاست جمهوری امریکا، که اینا در یه اتفاقی کنار هم قرار میگیرن و اتفاقا اولین گفتگو یا مکالمه‌ای که میکنن در جایی است که در یه قلعه قدیمی، نمونه از همون ساعت آقای نیوتن رو گذاشتن و دوستان اونجا یه گفتگوی مکالمه میکنن. کل داستانم اونه، میتونم اون رو نشان بدم، ولی خدمت آقای محقق که در شروع کار گفتیم اگر وقت اجازه بده، من دوست داشتم این مقوله به اصطلاح ظرف این فضای ارتباطی، یعنی باهمستان و کامیونیتی رو بگم، در اینکه این پایداری ما حاصل کانکت شدن توی این کامیونیتی هاست. اونم چند تا اسلایده که یکم بحث تکمیل بشه و بعد میگردیم به اون کتاب. درست میگم ما تا ساعت 8 فرصت داریم؟ بله، این فرصتی هم باید پرم پرسش بازوخت. بله، من مثلا اگر 7:30 تموم بکنم کافی بیشه دیگه. و اگر این کار رو بکنیم در حقیقت داستان ما همینه که چجوری بتونیم این کامیونیتا به خصوص در فضای مجازی رو از اون تجارب رو به این کانکشن ها تبدیل کنیم، تا اگر هم دیگر رو ندیدیم دلمون لااقل برای هم دیگه تنگ بشه. با همستان هم که گفتم در اون فضای متکثر در حد فرد و اجتماع پدیدار میشه، که البته فردیت یا اجتماع با خودخواهی و توده بیشک فرق داره، محفل با همستان تمایز داره. با همستان ها در حقیقت به ما کمک میکنه سینرژی ایجاد بشه و سینرژی هم افزایشی من ترجمه کردم، نه هم افزایی چون مکانیکی نیست، زایمان داره، تغییر میخواد، درد داره.
خیلی داستان این هستش که کامیونیتی اگر روش کار بشه اون خاصیت سازگاری و خودپایداری رو در حقیقت داره و مهمترینش اینه که اعضایی که اونجا هستن این ودیعه هاشون استعدادهای نهفته رو با خودشون میارن در کامیونیتی و غنی میکنن اون کامیونیتی رو که در جمع هم پدیدار میشه. ما از برخی از این گیفت‌های جناب آقای محقق در یه جمع دیگری باشون آشنا شدیم که بعداً حالا خودشون سلاوینن در یه جاهایی شما خواهید دید چقدر آقای محقق خورسه این ودایع متنوع و اساسی و اینا رو دارن که حالا نه فقط حافظ شناسی و ایناشون بلکه کارهای دیگه و گیفت‌های دیگه که من نمیگم بعداً خودشون این باید پدیدار بشه خورسه بگیم. و بعد این رهبری بر پایه واقعاً روابط همونطور که مدیریت رو ما برای اجزا میکنیم در حقیقت هدایتگری میشه و این به خصوص با همستانهای همپیشه که یه گروهی از دوستان هستن که دغدغه های مشترک مشکلات و معضلات و علایق مشترک دارن و اینا رو با هم به اشتراک میذارن از تعامل بهینه در حقیقت به امور به شکل اپتیمایز انجام میشه و اینا دور هم جمع میشن نه فقط برای اینکه دور هم باشن برای به اشتراک گذاشتن تجربیات تبادل اطلاعات مهمتر از اون تقسیم دانش و درک متقابل یعنی واقعا مکالمه با هم میکنن و بعد توسعه مهارت‌های تخصصی و عمومی تا نه فقط مسائلشون رو حل کنن بلکه برای مشکلات راه حل پیدا کنن و انشالله برای معضلات راه کار که راه کار بازی با چارچوب‌ها به جای بازی درون چارچوب‌هاست و از همه مهمتر اینه که بتوانن بیافرینن نه فقط خلاقیت و نوآفرینی آفرینش امکانهای پایدار آنچند در و نهایت آنچند در حقیقت این ظهور یک امکان بر قله ناممکن انسان اون هدیه بیبدیل در حقیقت یه همچین ویژگی داره و این ویژگی اون وقت من رو به هیئت ما زاده میکنه به هیئت پرشکوه انسان تا شریکه خیش را بشناسد و به قدر همت و فرصت خیش جهان را معنا دهد. داستان دایورسیتی و اینکلوژن تنوع و شمول که جوهره باس کامیونیتی است با این نگاه به انسان که در حقیقت قیابش نشان از ویرانگی داره و بودنش آبادانی میاره و یه جورایی از خلاف آمد عادت حتی طبیعت یعنی برخلاف آمد عادت آنتروپی و حرکت به سمت بی‌نظمی نظم میاره تمدن ایجاد میکنه در حقیقت میآفرینه چیزی که خلاف آمد حتی عادت طبیعت این سیل تندرو که سرازیر شد زکو بر کوه بر شدنش احتمال نیست ولی امکان داره احتمالش کمه مطابق همین اصل دوم ترمودینامیک و حاصل این برای اینکه این کار رو بتونیم بکنیم میگویند این پروفشنال پرفورمرها بازیگرهای حرفه‌ای باید بتوانند با خودشون با دیگری با جامعه همیشه در حرکت باشن در رقص باشن رقص به عنوان یه به اصطلاح بیان عمودی از یه اشتیاق افقی اینی که معمارا میگن خط افقی و خط عمودی زندگی جریان حرکت از لاهوت به ناسوت به اعتبار کسایی که اهل این رقص سما هستن و این چرخشی که خلاصه قرار ما رو در مرز لاهوت و ناسوت در عالم ملکوت خیال شناور بکنه در حقیقت باعث بشه که آشنایان ره عشق در این بحرانی غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده و این در این سایت خیلی خوب میبینیم داستان دایورسیتی و اینکلوژن وقتی ما میگیم دایورسیتی مثلا کانون مهندس دعوت میکنه یه پارتی شما از آدم های مختلف میان وقتی شمول حاصل میشه که بعد این آقا شما بیان برقص حالا وارد مثلا این کمیته و اینا بشه اما اون داستان حس تعلق که بنمایه با همستان هاست در سنس آف بیلانگی اون وقتی که خودتون میرقص اصلا بدونین که فکر کنین کسی داره نگاه میکنه در حقیقت dancing alone این گروهی هستش که یه گروه موسیقی هست یه آهنگ خیلی زیبایی داره که دارن تنها میرقصن این خانمای شیلیایی که در حقیقت به یاد از دست دادگانشون تنهایی با این لباسای سفید اینا میرقصن خیلی نمونه خیلی بارز عینی یه همچین نگاهی است
چرا؟ چون این حس مشترک تعلق داشتن، sense of belonging، و اینی که ما connect هستیم به هم برای well-being کل. این دوتا خیلی مهمه. اصلا اینه، یعنی کاری که توی کامیونیتی ها هدایتگرا میکنن اینی که حس مشترک تعلق داشتن به یک کامیونیتی رو بتونن تا جایی که میشه در کامیونیتی در اون باهمستان اشاعه بدن. اون وقتی که ما داریم صحبت از چکن بلنس دموکراتیک میکنیم، نه کامند و کنترل یا مانیتور و ایوالویشن که توی اون سازماندهی های مکانیکی و ارگانیک در حقیقت داریم، این اون وقت ما رو میرسونه به همون انسانی که در مرز من و ما، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت برکی، به هیئت انسان در حقیقت پدیدار میشه، که من اسم این بازیگر رو هم گذاشتم اکبر یا کبرا، که مخفف چهار تا واژه است، که یکیش انرژی که دارم، کنجکاوی، باز بودن به تغییر و ریسک پذیری که میطلبه در حد جسمی و عاطفی و معنوی و ذهنی متعادل بشن، بدانند، بخواهند و بتوانند. این بدانند و بخواهند و بتوانند همون عاقل عاشق که من وامدار باز حافظ و ادبیات خودمون گفتم هر دو به منزلی روان، هر دو امیر کاروان، عقل برد به حیلتی، عشق کشد کشان کشان. این تعادل رو در حقیقت اون عاقل عاشق که عقلش کمک میکنه چارچوب تعریف کنه، قواعد بازی، شهودش بهش کمک میکنه با اونا بازی بکنه و در حقیقت یه افقهای جدیدی رو کشف بکنه. این در حقیقت همون عاقل عاشقه که از نظر من همون رند عالمسوز حافظه. البته میدونم دیگه استاد حافظ اینجا هستن و رندی و همه اون مشخصات رو گفتن، ولی بنده کماکان میگم به فتوای خرد، چون من خلاصه وارد این حوزه شدیم، این ویژگی لقب رندی هم باید به اون لیست اضافه بکنیم که در حقیقت به ما کمک میکنه در این مرز عاقل عاشق بشیم، رند عالمسوز، که البته اهل کاموناز را در توی رندی راه نیست، رهروی باید جهانسوزی، نه خامی بیغمی. و خیلی باید مواظب باشیم که البته عاقل به عقل کل، نه به مفهوم فلسفی مولانا، نه عقل کل، و عاشق با عشقی تمایز داره. و البته اگر ما این زندگی رندانه رو نشناسیم، ممکنه به جای رند عالمسوز مرد رند خانمانسوز بشیم، که این هم الان خیلی خلاصه میبینیم. این به اصطلاح به رند عالمسوز به ما کمک خواهد کرد که راهمون رو خلاصه از این موج و از این طوفان براییم، در این صعب روز و بلعجب کار و پریشان عالم بتوانیم این کسب جمعیت از این زلف به اصطلاح پریشان بکنیم. من میخوام اینجا صبر بکنم لااقل برای حریم احترام به همین گفتگو و داستان دیالوگ، از دوستان بخوام وارد به اصطلاح گفتگو بشن و مکالمه بشن. عرض کردم یه فیلم کوتاهی که حالا اسمش مایند واک، اگر دوستانی علاقه من باشن، مجموعه مکالمات این سه کرکتره که من میتونم همین تیکه کوچیکش دو دقیقه است رو بذارم برای به اصطلاح تنوع اگر دوستان مایل باشن. اجازه بدید من این رو هم شیر کنم، بعد نیست چون برمیگرده به همین مدل ذهنی که ما تعریف کردیم با هم. و بله، یه بخش کودکی از همین فیلمه که این آشنایی این سه کرکتر، این کاندید رئیس جمهوری امریکا میاد برای دیدار این دوستش که الان شاعر شده ولی سخنرانی‌هاش رو می‌نوشته در جایی در شمال اروپا، و اینها دارن میگردن میرن به این قلعه و با این خانم فیزیکدان آشنا میشن. بعد نیست از بابت همون نگاه مکانیکی و چجوری گریز از این رو با هم ببینیم. Look at this. This thing has been functioning for hundreds of years, since before the beginning of modern times. Yeah, but this is different from the kind of time you were talking about before. Sunrise to sunset, Sabbath to Sabbath. This is
This is mechanical time. You bet it is. You bet. I sometimes think that this clock, this machine, is what constitutes humanity's first real break from the world of nature. Wouldn't you say so? Hello? The clock did much more than that. It became the model of the cosmos. And then they mistook the model for the real thing. People got the idea that nature was just a giant clock, not a living organism, but a machine. That's exactly what I've been trying to tell this lunkhead. Exactly, word for word. Maybe you recognize him. Jack Edwards. And you're? Sonia Hoffman. I think I've heard your name somewhere. Yeah, maybe in a couple of hundred news broadcasts. He was a candidate for the U.S. presidency in the primaries. Oh, I vaguely remember. See, I'm not a voter. Most Americans don't vote either. I do know who you are. Me? You know who I am? I doubt it. You're Thomas Harriman, the poet. Well, yes, I am. But wait a minute. Let me get this straight. You recognize me, a poet whose latest work sold all of 12,000 copies, but you do not recognize this gentleman who was a presidential candidate in America? My God, woman, what's happened to your values? What do? I'm a scientist, and we do occasionally read poetry. As a matter of fact, I'm doing a lot of it these days. I'm on a sort of sabbatical. I'm an ex-physicist, an ex-American resident, an ex-voter. Ex-wife? This is very upsetting. How do intelligent people like yourself bother to vote? What will you mean you politicians make it so hard? The ideas expressed by most of you, right and left, seem to me as antique and mechanical as that old clock. What's that supposed to mean? Well, if I was to explain that, I'd have to go all the way back to Descartes, if you remember him. Yeah. To be or not to be? I think, therefore, I am. Yeah, well, we both went to college, yeah. Well, Descartes was the primary architect of the view that sees the world as a clock, a mechanistic view that still dominates most of the world today, and it seems to me, especially you politicians. Mechanistic? Is that a real word? Mechanistic? Mechanical? Mechanics? Yeah. It's a good word. Mechanistic, as if nature functions like a clock. You take it apart, reduce it to a number of small, simple pieces, easy to understand, analyze them, put them all back together again, and then you understand the whole. Isn't that what's known as scientific thinking, Ms. Hoffman? Really? What you call the mechanistic view, isn't that what the scientific method's all about? Is it? Well, I don't think so, but I'd like to kind of hear from the physicist, Jack. All right, I'm sorry. Please continue. Well, you're right in a way, Mr. Jack. Call me Jack. Okay, Jack. You are right in a sense. But it wasn't always so. Not before Descartes. When he introduced such thinking, it amounted to a revolutionary break with the church. He said, I don't need the Pope to tell me how the world functions. I can find that out for myself. Because to me, the world is just a machine. And then he became fascinated with clockworks and made the clock into a central metaphor. He said, I consider the human body as nothing but a machine. A healthy man is like a well-made clock. A sick man is like an ill-made clock. Well, the metaphor seems a little clumsy now, but it works, doesn't it? Yes, yeah, so successfully that scientists came to believe that all living things, plants, animals, us, are nothing but machines. And that's the fallacy. It carried over into everything, arts, politics. I don't know. It seems to me that most people don't even remember who Descartes was. I'm sorry. I guess I just don't follow you. But he'd like to. If you could just break it down into 30-second media bites, that's more what he's used to. Very funny. All right, what is it that I don't recognize? What's so bad about Descartes? But there's nothing bad about Descartes. In fact, I think Descartes is wonderful. He was a godsend to the 17th century. But times have changed since then. We need a new way of understanding life. That
pendulum, for example, has long since been replaced by a tiny quartz crystal. And these magnificent hand quartz wheels turned into a microchip the size of my thumbnail. That's how far modern science has left mechanistic thinking behind. You politicians, you seem to have that clockwork still ticking in your head. من فکر میکنم دیگه این کفایت کنه. اپیزود بعدی اینا در حقیقت ادامه میدن این گفتگو رو در فضای باز راجع به همین نوع نگاه کلنگر و سیستمی به دنیا. فیلم مثلا 91 ولی همین داستان های محیط زیست و بدبختی هایی که اتفاق افتاده و اینا رو تو این فیلم اگر علاقه من باشید و ببینید کسانی که به حال اهل ژرف‌اندیشی دورنگری و جامعه بینی هستن سال 91 کاملا دیده بودن. خیلی هم جالبه در حقیقت علمای اصیل، ساینتیست اصیل نه بدلی، خیلی خوب این داستانها رو میتوانن ببینن. و همین اخیرا من یه اخبار رو نگاه میکردم در این بی‌بی‌سی از کارل ساگان، کتاب آخرش واقعا پیشبینی ها پیامبرگونه بوده در مورد اوضاع و احوالی که امروزه خود این امریکایی ها باش الان دارن دست و پنجه میکنن و در جهان این اتفاق داره. من به همین حتمش میکنم در حقیقت که اگر دوستان موردی دارن هم به زمان وفادار بشن. من چون اهل زمان کمی خیلی نیستم، اهل زمان کیفی و بیشتر کشفی هستم، ولی اینم میطلبه هم زمان کمی رو آدم رعایت کنه هم زمان کیفی رو بشناسه دیگه. اینی که من در مرز این دو وقتی گفتیم نیم ساعت به پرسش و پاسخ، الان 7:28 دقیقه است. خلاصه زمان رو مدیریت کردیم. آقای محقق عزیز دیگه در خدمت شما، باید این درس ها رو پس بدیم دیگه. خیلی نمیشه. بسیار متشکرم آقای مزدگانی، بسیار متشکرم محبتون خوب نبری. اگر لطف کنید نوبت رو بفرمایید که خواهش میکنم. آقای با اجازتون، آقای احمدی مثل این که اول اگر اشتباه نکنم، آقای ارسلان مهاجر ببخشید اگر من رو نوبت چون با هم دست بلند شد، از آقای ارسلان مهاجر خواهش میکنم سوالشون رو بفرمایید. آقای دوتی مهاجر بفرمایید. خواهش میکنم. با عرض سلام خدمت همه دوستان و تشکر آقای مهندس بهبهانی که یه مرور بسیار جالبی کردن راجع به رفتار بشر امروزه برای ما و این تقسیم بندی ها و تعاریف و دفنیشن ها به خصوص هم فارسی هم انگلیسی برای من خیلی آموزنده و دلنشین بود. ولی ضمناً کنجکاوم که بدونم که ما داره دوباره اینا رو به عنوان ناظر یا ابزرور فقط بررسی و تقسیم بندی و طبقه بندی میکنیم یا اینکه ریشه یابی هم میکنیم. و البته اشاره فرمودید شما که عامل اصلی آموزش هست و ادویکیشن و تجربیات فردی این انسان ها. ولی به هر حال آیا یه فصل مشترکی برای آینده شما میبینید که بشریت رو نجات بده از این همه تفرقه و تضاد و ما رو به یه سوی ببره که انشاءالله با اون نگرش جمعی که ارائه کردید بیشتر سازگار بشیم همه و از وجود هم دیگه بیشتر استفاده کنیم برای کم کردن مصیبت‌های بشری و پیش بردن سعادت و رفاه بشریت. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. دیگه خود شما استادی در این کار. یک بگم که من خیلی به طور شخصی بدبینم ولی نگرش مثبت دارم. من اصلا فکر میکنم آدم خوشبین همون بدبین اطلاعات غلط بهش دادن، یعنی اخبار تماشا میکنه اونا و آدم بدبین ماکسیمم زندگی خودش خراب میکنه، آدم خوشبین زندگی همه رو. ولی اگر با نگرش مثبت به قضیه بپردیم که من بهش اعتقاد دارم، این متدولوژی اتفاقا با همستان محور در حد مرز اصطلاح پابلیک و پرایویت که میگوید پیشرفت باید مشارکتی محلی، یعنی روی محلی بودن خیلی مهمه و در حقیقت با همستان محور انجام بشه، به نظر من میاد باید
در شرایطی که این مرد ما دو قطبی شدیم و به قول شما به درستی به انسان رو دیگه فراموش کردیم، شاید تنها راه کار باشه که البته متکی به خرد جمعی هم که گفتم به اصطلاح مشارکتی جمعی و محلی با هم استانی و من در حد سازمانی نمونه های تجربی و عملیاتی داشتم. کار من اصلا همین بوده، دیدم اثرات مثبتش رو دیدم، اما با من این شرایط سعبوز و بولعجب کار و پریشان عالمیه چقدر بتونه جواب بده؟ خیلی بعد میگرده به آماده شرایط تاریخی این حسنهای پراکنده یا جدا از هم بتوانند با هم دیگه بپیوندن. اصولا متدولوژی همین رو میگه و اعتقاد داره که شما به تعبیر همون به اصطلاح تئوری آشفتگی اگر پروانه جای پر بزنه میتونه در جای دیگه چرا در جهت تحقیق بتونه در جهت سازندگی این کار بکنه. کار راحتی نیست، مشکل زمان میبره، صبر میخواد، حوصله میخواد، همه اینها رو داره، ولی امکان داره. من به اعتبار همون اصل دوم که بمودن میگم امکان داره، احتمالش کمه. به عهده بازیگران حرفه‌ای و کسانی که درک پیچیدگی دارن و مهارت‌های هدایتگری و تسهیلگری دارن بتونن کمک بکنن و این خلاصه قافله رو به جایی ببرن، شریفه پیش را بشناسن، به قدر همت و فرصت پیش جهان را معنا دهن با یه نگاه معناگرایانه و کانتکست. نظام آموزشی حتما میتونه یه خیلی خوب باشه که متاسفانه چون این نظام هم به دام همون نگاه توسعه در امتداد رشد افتاده، انطور که من نشون دادم آموزش آزمون و نکویه شده کنکور. همینطور که پرورش هم وقتی شما یارانه میدین در جهت توسعه ظرفیت ها نیست، یعنی آموزش در جهت رشد قابلیت ها capability building، توسعه در جهت capacity development امکان داره کامپیتنسی های مناسب سازگاری با این پیچیدگی ها رو به ما بده، ولی البته احتمالش کمه. به حکمت دوستانی نظیر جنابالی و اعضای این کانون هایی که تبدیل میشن به یه باهمستان کامیونیتی، این احتمال رو میشود بالاتر بود، ولی واقعا در همین حد اگر از من اصطلاح پاسخ بخواین، چون مسئله نیست که جواب داشته باشه یا مشکل که موزل یا مشکل که راه حل موزل راه کار میخواد، باید در همین مکالمه بگیم که خیلی محلی است و خیلی هم متکی به این کار به اصطلاح مشارکتی درک پیچیدگی، نه فقط دانشه درک پیچیدگی لازم کنم و البته مهارت هایی که من یعنی نمیخواستم بهش بپردازم که ما در حد فردی، بین فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی چه مهارت هایی لازم داریم روش کار میکنیم که متاسفانه نظام آموزشی یه جوری بدون که اینها رو به ما بده حتی زدش عمل نداری. یعنی این مدارس هم پاندار همون نگاه مکانیکی شده بودن که شما با زنگا بیاین تولید انبوه سر کلاس رو یه کارهایی بکنید و اینها دید، ولی به هر حال این داستان هست. الان هم یکی دوستان میگم چه نتیجه کاربردی برای مهندس، من بارها صحبت کردم اگر این انجمن ها برنامه داشتن برای تبدیل به کامیونیتی، همین که عرض کردم در حقیقت یه باهمستان یه پروژه است، یه در حقیقت برنامه میخواد. حالا یکی دو بارم با دوستان ما صحبت کردیم، هم کار و تحصیل داشتیم صنعتی، هم منی، هم مهندس، باید بازیگرای حرفه‌ای و کسانی که اون نقش های کلیدی رو بازی میکنن اون مهارت ها رو روش کار کنن تا بتونن از این موج و از این طوفان فرار بگیرن. در حقیقت سوال یک میلیون دلاریه. من میخواستم سوالم رو بعد مطرح کردم، منظور اصلی من این بود فضاهای فراگیر اینترنتی و فیسبوک و اینا که قرار بود یا وعده اینو میداد که بشریت با هم پیوند بزنه، الان داره جدا میکنه و به جون هم انداخته. خب این دیفیس دی پرپس به قول معروف. آیا راحل دیگه شما که تو این موقع فکر کرده بود؟ اصلا هنر این دوستان و من که گفتم من حافظ و مصادره میکنم، انشالله مصادره به مطلوب،
این دوستان مصادره به نامطلوب میکنن. تکنولوژی که دست می اومد، اگر خاطرتون باشه در حلیعه انقلاب چهارم گفتن قراره در این با دست به این تکنولوژی سه حوزه رو ما خلاصه کلی نه فقط از لحاظ ویلفیر ببریم جلو، آموزش، سیاست، بهداشت. و هر سه اینها به کمک، من اون فضای ناموزون برای این مطرح میکنم، به کمک به اصطلاح مصادره نامطلوب عرض کردم، یا افراط و تفریط یا داونگرید کردن تجربه به کامودیتی، هنر اصلی نظام سرمایه‌داری حاکم بر به اصطلاح کازینوی اینجا اینه که اون تجربه رو به کامودیتی تبدیل کنه تا جلوی توانمندسازی اون بازیگرانی که قرار این تکنولوژی کمک کنه بگیره و ناتوان درماندهشون بکنه. این هنر رو دارن، خب قویان دیگه، منابرم دارن، کارارم میکنن میرن. حالا این شیوه کامیونیتی بیس در حقیقت در جهت مقابل اون میگه آقا برگردیم به اینکه این تکنولوژی رو ما اصلا وامدار نگاه اومانیستی به هستی هستیم، انسان رو میخوایم رعایت بکنیم، جایگاه او رو ارتقا ببخشیم، ویل بینگ رو در کنار ویلفیر داشته باشیم برای ویلنس، تعادل، عدالت، حالا عدالت، آزادی، امنیت، اینا رو با هم دیگه بتوانیم ببینیم. خب اینا رو استفاده کنیم. یه سری از دوستان پاش وایسادن که به دلیل به اصطلاح این که دیگه سود نه، همونطور که از بگم آز، ایرز، همه به اون دلیل داستانش رو میخوان ببرن به سمت اینی که نه تنها این بقول شما تکنولوژی ها باعث نشه تو این جمع، تو این فضا در لایه سازمانی هم کورپریت ها با اون فرهنگ سازمانی کورپریت این کار رو تشکیل میکنن. یعنی این که به جای این که انسان های توانمند کنن، چون من باشون کار کردم با این مالتی نشون هم میدونم، اولش میگن بحبه توانمند اینا، تا میگی این توانمندسازی این قسمت کردن قدرت ها، این توانمندسازی اون وقت تعادل میاره، عدالت با خودش میاره، اینا شروع میکنن به مقاومت کردن و خلاصه میخوان ریشون کار رو بزنن. و من اتفاقا توی این برنامه باز میخوام دعوت کنم دوستانی که اهل این چیز هستن، یه فیلمی هست این واقعی پچ آدامز، اولین فیلمی در سالهای 70 در همین امریکایی که همین تئوری ها رو روشنار میکنن، میخواست اولین بیمارستان بیمار محور رو بسازه، به این که میگو آقا بیمار رو از بیماری جدا نکنید، ماشین نیست، همین صحبتی دوستان میکرد. ایشون در حقیقت اون فیلم واقعیه، بهای خیلی سنگینی پرداخت برای اینی که این اولین بیمارستان بیمار محور رو بتوانه در فضای غالب و اون حاکمیت کمودیتیزه شده بهداشت و نظام بهداشتی در امریکا جا بذاره. حالا همین شده که میبینیم، یعنی داستان پرالل یونیورس و این دو قطبی شدن و این به اصطلاح درماندگی قریترین نظام بهداشتی جهان در مقابل یه انسور کوچک ویروس کوچک. من با شما موافقم که بله، ما زیاران چشم یاری داشتیم، قرار بود تکنولوژی این کارو بکنه، ولی اشکال تکنولوژی نیست، اشکال همین ما آدم هم. مرسی، خیلی ممنون. آقای مهندس حمیدی لطفاً سوالتون رو بفرمایید. خیلی ممنونم آقای مهندس بهبهانی، بسیار بسیار مطالب جالبی رو ارائه کردید و من واقعا استفاده کردم، ممنونم از لطفت. راستش سوال من بیشتر در این بود، شما در کل این سیستمایی که صحبت کردید و بحثی که داشتید، من آثاری از سیاست ندیدم، یعنی در واقع سیاست در واقع چیزی اونجا بیان نشد. و الان جوری هست که، یعنی سوال من بیشتر در این رابطه است، الان این کره خاکی سیاست مدارا بد جوری خرابش کردن، یعنی در واقع چه شرق چه غرب به جون هم افتادن و سازمان مللی هم درست کردن و به هر حال که بشه انسان رو به عنوان واحد در این کره خاکی به حساب آورد و انسان‌ها به هم دیگه نزدیک‌تر بشن که بشه اون سیستمایی که شما اشاره بهش کردید که نهایت در واقع بتونه یک جو المپیکی، یعنی یک جو که رقابت هست ولی خسارت نیست، آفرین بیاد. در نتیجه این حالتی که من در کل می‌بینم، شما اون سیاست رو در اینجا در هیچ جا بیان نکردید، در صورتی که الان دردی که این کره خاکی داره مسئله اینه که از نظر سیاسی
نمیان آن اینها با هم دیگه بیان در یک چیزای مشترک است که مال انسان در این کره خاکی و این خود کره خاکی بتونن به یک سری مطالبی که شما اشاره بهش کردی در نهایت بشه به اصطلاح انسان در یک آرامشی در این کره خاکی بتونه زندگی بکنه. من سوالم بیشتر در این رابطه بود. بله بله خیلی ممنون. اولا این آقای مارکز این کتابی که نوشت 100 سال تنهایی، گفتم آقا تو این کتاب تو به همه چی اشاره کردی ولی به سیاست چیزی نگفتی. این کتاب پاییز پدرسالار رو نوشت. بعد گفتم چرا نوشتی؟ من تو این کتاب به همه چی پرداختم. تو قدرت، چون قدرت خیلی ویژه است. من در ابتدای بس اشاره کردم. من سعی می‌کنم در اون به اصطلاح جایی که مکالمه متکی به دیالوگ نه به دیسکورس که معطوف به قدرت در فضای عمومی صحبت نکنم، حتی در فضای خصوصی هم من وارد این روانشناسی فردی و شخصی دیسکلوزر اینا نشدم. ولی شما کاملا درست میفرمایید در شرایط فعلی به اصطلاح یک جایی که این جور صحبت‌ها لااقل بگیم راحت‌تر آسان‌تر جاری بشه هر حوزه سیاست دیگه در حقیقت اینه. کتاب واقعیت قضیه اینه که عرض کردم این دوستان هم باهوش هم اینقدر این شرایط رو مشکل می کنن که شما هزینه هایی که باید بدید اگر از اون محل رو بایی وقتا خیلی سنگینه. من هر وقت که اینو می شدم می کنم لاغا در مورد نسل ما نسل آمدگرای بود دریقا که خشم گرفتن بر بیدادگری حتی صدای ما را خشن می کنن. در این وقت نسبت داشتن از بومایی نیکانایی که نسبت داشتن از بومایی چهره ما را زشت می کنن. در این وقت ما تو زمین را آماده مهربانی می خواستیم کرد خود مهربان شدن نتوانستیم. روزگار فرزانگی فراز آید و آدمی آدمی را یاور شود از ما ایشون را ما گذشت یادیم. اول باید درخواست گذشت بکنیم که خلاصه چرا با اینکه نیک آگاهیم این کار نمی کنیم. به نظر من میاد من لااقل وامدار همین متدولوژی اینجوری برداشت ذهنیت هم این بود که واقعا اگر به شکل محلی و مشارکتی و جماعت محور یا با هم اسلام محور کاری بشه بالاخره سیاستمدار هم از اینجاها بیرون میاد. ولی همطور که توی این فیلمی که نشون دادم اتفاقا بیان خوبی است که چجوری حالا یه ساینتیست داخل به ریاست جمهوری امریکا نمیشناسه ولی یه شاعر رو میشناسه. بله وقتی صحبت کنیم از سیاست و حوزه سیاست و قدرت و اینا داستان ها پیچیده است. من در یک کلام میخوام بگم حوزه صلاحیت من نیست ولی کاملا میفهمم میپذیرم. من باز تا جایی که حوزه صلاحیت هست دعوت میکنم لااقل همین که انجمن ها بشن کامیونیتی، سازمان ها بشن کامیونیتی. من در لایه سازمانی این کار رو میکنم ولی واقعا در حد اجتماعی هم که شما میفرمایید اگر ما میتوانستیم این سیاست مدارا رو به اصطلاح واقعا سیاست مدار بکنیم، سیاست زده نکنیم در حقیقت که خیلی هم سیاست زده هستن، خیلی میتونست شرایط آماده بشه برای اینکه واقعا این همه منابعی که داریم یکی از مشخصات این فضای بدل داستان کفران نعمته. یعنی ما با واقعا کفران نعمت میکنیم، این منابع رو داد میدیم و جای اینی که وارد حوزه اقتدار بشیم میریم تو حوزه سلطه و در حقیقت به اون سلیطه که میگن شایسته بسیاری از ایناست و این امکانها رو از دست میدیم. احتمالش که امکان داره احتمالش کمه، احتمالات رو کم و کمتر کنیم. من واقعا خودم با شما موافقم ولی بیشتر از همدردی همدلی نمیتونم بکنم ولی بیشتر از همدردی نمیتونم بکنم. البته الان من میبینم تو خیلی دانشگاه تو نظام آموزشی بین رشته‌ای مثلا اقتصاد سیاسی و اقتصاد رفتاری با سیاست و سیاست رو یه جوری دارن تو این نظام های دانشگاهی یه رنگ و بوی این دو چیز ها میدن. یا پس کنید الان اینایی که محیط زیستی هستن حزب سبز ها و اینا دارن یه توجهاتی به این خلاصه داستان ها میکنن دیگه. کار راحتی نیست و پیچیده است و من فکر میکردم سازمان به عنوان حد فاصل فرد و اجتماع اگر دو سازمان ها کار بشه بالاخره یه
اثری داره و یه جای انگشتی شما میتوانید بگذارید و یه اثر انگشت داره دیگه. ولی در همین هم از ما ایشون مایان با گذشت یاد دارید گذشت. خیلی ممنونم. مرسی. آقای مهندس زرشکیان لطفا سوالتون رو بفرمایید. صداتون میکروفونتون قطعه. آقا صدا بسته. صداتون بسته است میکروفون. آقای زرشکیان صداتون بسته است. بسته است. خب آقای زرشکیان کامیرا رو بسته نیبرد. میکروفونتون بسته. آقای مهندس میکروفونتون بسته است، صداتون قطعه. مثل این که امکان نداره. آقای زرشکیان هم دوره ما هستن، فکر میکنن فقط با به لب زدن من میفهمم. حالا شما جوابشو بدید آقای بیبانی. همونطور که فرمودید آقای زرشکیان من موافقم. همونطور که میفرمایید با شما موافقم. میکروفونتون باز کنید آقای زرشکیان. آقای زرشکیان بلنگوتون بسته است. یعنی صداتون بسته است. میگم متوجه هستم ولی مثل این که یه چیزی گفتم. گفتم بله متوجه هستم ولی آره ولی مثل این که ما یه صحبت چیزی که با هم داشتیم ایشون رو باید دعوت کنیم که یکی از پرزنتش ها برای خودشون صاحب سبک این نظریه‌ای دارن در مورد به خصوص همین موردی که آقای حمیدی فرمودن در مورد آینده بشر. آقای زرشکیان باید بله. خانم سپهری اگر امکان داره آقای آیدین صحبت بکنه. بله آقای آیدین. آقای مهندس بفرمایید. سلام. سلام آقای مهندس. من خیلی لذت بردم طبق معمول از صحبتاتون. خیلی متشکر. سوالم شاید خیلی سوال فیری نباشه ولی چون با شما راحتم اجازه میخوام که سوال رو بپرسم. ببینید عنوان ارائه و پرزنتیشن شما سازگاری با ابهام، عدم قطعیت و پیچیدگی ها بود و در این حال که تماما مرتبط بود با این موضوع، در این حال که من یاد یه مطلبی انداخت، اونم این هست که از نگاه روانشناسی یکی از بزرگترین معضلات ظاهرن آدم های نگران این هستش که نمیتونن با عدم قطعیت کنار بیان. نتونستم نتیجه گیری کاربردی از همه ارائه بکنم. شاید شما این رو به خود ما به عنوان مخاطبان سپردید که بعد بریم همه اینا رو به عنوان هومورک دوباره نگاه کنیم ولی خودتون خود کمک بگیرید. نه من واقعا روی مهارت ها عرض کردم با دوستان هم صحبت شده. چون شما به شکلی فردی هم دارید میپرسید به درستی در حد فردی بین فردی گروهی و سازمانی ما نیاز داریم یه کور کامپیتنسی های کار کنید که به ما کمک میکنه مشارکتی محلی با همسان ها رو ایجاد کنید. اون یه سفره یعنی پرکتیس حتی میخواد و تو توی ذهن ما یه ذهن خواهی. همینطور که فرمودید من نیتم نوشته بودیم مقدمه ای این بود که اگر دوستانی علاقه مندن که دغدغه آینده رو داشته باشن، نگرانش نباشن، همینطور که شما به درستی بودید روانشناس گفتید، منهای ترک پیچیدگی و اصلا باز شدن این پس زمینا. من بیشتر به کانتکست الان صحبت کردم، یکم هم راجع به کانتنت این، اما راجع به چگونگی ها که یه فضا رو اشاره کردم مثلا چجوری می‌سازیم این ساختن اونا در حقیقت پروفشنال پرفورمر می‌کنیم. ما این دوره رو قرار بود که دوستان تعریف کنیم بیکامینگ پروفشنال پرفورمر که اگر به اندازه 30 مرغ آماده باشن بشیم اون 30 مرغ. بنده در خدمت دوستان هستم. اینو 2-3 سال قبل از کرونا گفتیم، میگم عرض می‌کنم با دوستای کالافنی اگر 3 نفر داوطلب بودن، حالا حتی داوطلب هم نبودن، داوطلب کارانه بیان توی این داستان،
ما از طریق یه سفری، اینی که اون سیمرغ بشن، حالا سیمرغی که یه جوری ما دنبالش هستیم، یه دوره مهارتی است، مثل شوشتن کامل کامل تعدید رفتاری روی نگرش ها در این چهار سفر و کور کانفیدنسی ها کار میکنه که پایه اون چیزی که ما در سازمان ها بهش بگیم ساختیم، یعنی من بهش فردی میگم که در زندگی هم میتونیم ازش استفاده بکنیم. اگر علاقه من دستید عبته من به شکل آن در یه سلسله گفتارهایی به نام شگفتار کنید به یوتیوب هست، عمومیتر هم هست، با یه خانوم علاقه مندی دنبال میکنم، قراره در ادامه لاغر به اینا اشاره بکنم، چون اونم یکم بحث کام میسا، ولی لاغر این طبق بندی اینا رو میکنم. الان اعتماد رسیدیم اونجا بعد از ده جلسه به همین جایی که شما فهمیدیم که حالا چه کار بکنیم از دید رفتاری. قراره این رو هم من بگم دوستان که علاقه من باشن، که بعضی از دوستان دنبال میکنن تحت اون شیگفتار، یه مجموعه که همین صحبت ها ولی یکم با عمومیتر آرامتر با فیلم و کلیپ و اینا مفاهیم رو یکم گفتن، من برنامه داشتم و اگر علاقه من باشین اونا رو میتوانید نگاه کنید. اونجا در ادامهش میرسیم به این چگونگی کار در حد باز معرفی، ولی اگر واقعا من باز اینجا اعلام میکنم با معرفی هستم، من آماده هستم که اگر سی سفر اعلام آمادگی کردن و کنار دوستان سفر مثلا به 10 جلسه ای 10 تا یک ساعت نه یک ساعت و اینا 10 تا یک جلسه بخواد 10 هفته اگر هفته مثلا باشه ما یه جاهایی میرسیم که شاید بتونه یه مکی باشه که ما خلاصه شرمنده همگی نشیم از ما به گذشت یاد میگیم. این یه کارهایی هم کنیم الان صدای من میاد؟ بله مهندس، بله مهندس، بله. عرض سلام و عذرخواهی از اشکال فنی که پیش اومده بود. اولا خواستم تشکر کنم از جناب امیر خانم بهبهانی که بسیار با کلام مسجعشون زحمت کشیدن و گفتن و در واقع از بعضی برخی از کلمات از در واقع تصور من خارج بود، یعنی قادر به در واقع درکش نبودم. سوالی که دارم خدمت شما این است که در باهمستانی که شما در واقع تصویر می‌فرمایید، اعضای گروه خیلی هاشون اکبر و کبرا نیستن، یعنی اون پریکویزیت رو ندارن و به راحتی در واقع یک فضای ارتباطی سالم به فضای ارتباطی بدلی تبدیل میشه. آقا بسیار در کانون مهندس شاهد این داستان بودیم. سوالم اینجاست که یک چگونه میتوان در واقع جلوگیری کرد از این حرکت از سمت فضای ارتباطی سالم و فضای ارتباطی بدلی. و سوال دوم این بود که من برخلاف نظر جناب عالی و نظر آقای دکتر محقق و نظر آقای مدیر مهاجر، من تصورم این است که فیسبوک به خاطر اون تفکر سیلیکون که من دارم متوجه هستین شما به در واقع مسیر غیر اجتماعی ماست. شاید در واقع با همستان ها توی فیسبوک با توجه به این که اعضا تربیت میشن، کلاس میرن، از یک در واقع پریکویزیت رد میشن، شاید توی اونجا بشه بهتر در واقع فضاها رو پدید آورد و بعد بزرگتر و بزرگترش کرد و تبدیلش کرد به یک فضای اینترنشنال، به جای فضای محلی از فضای بین‌المللی استفاده کرد و شاید اینجوری بشه روی پالیتیکس جهانی تأثیر گذاشت. این نظر بنده بود، خواستم نظر بفرمایید. آقا شما نظرتون مثل همیشه صاحب. من اتفاقا اخیراً رو کلاب هاوس هم خواستن این استفاده داریم می‌کنیم یه کاری بکنیم. اولا این نگاه که میگیم محلی فکر کنیم، فرامحلی اصلا بذاریم، گلوبال میشه ها، جهانی شدنش کاملا شد. نکته هم که شما مای مهاجر گفتن اینن که ما چجوری به جای اینکه برای تکنولوژی دیگه، یعنی راه رو به ما بعد نشون بده دیگه، شناخته اینا ازش بهره برداری کنیم. اتفاقا همین که شما گفتید این امکان هست، احتمالش چقدر باشه باز دست همین بازیایی که میکنم، ولی امکان هست که این مسیر به قول شما بالاخره مسیر تکامل تکنولوژی و سیلیکونی که ما سیلیسی که داریم میگیم، ما باید بدیم از این چجوری استفاده میکنیم. این وقت میگرده به پاسخی که به آقای آیدین من دادم، اونجاست که ما باید این مهارت ها کسب کنیم. اما شما به یه نکته خیلی ظریف اشاره کردیم که ما توی سازمان رو فکرون میگیم که این دعوتنامه و اون عناصر اولیه خیلی مهمه.
که اگر اکبر و کبرا که شما به درستی تشخیص دادید، اگر اونا نیستن، این آبهای اولیه که به هم داریم میگیم داوطلبانه آدم هایی باشه که لاقل بخوان، حالا اگر نمیتونن یا نمیدونن کمک بشه. توی خواستش خیلی پر دوستانی که اون انجمن اینا دارن میتونن مؤثر باشن. یعنی من توی سازمان ها که این کارها رو میکنم همیشه میکردم کنگل یه فرد کلیدی که یه مینیموم درکی داره و میتونه اون سیتاما رو یه جورایی پیدا بکنه و دعوت کنه. توی انجمن ها مشکلتره، توی جای بزرگتر مثل کلاب هاوس اینا مشکله. توی کنمار گردانده ها همون سگمنتیشن و به دست آوردن آدم هاست که در کامیونیتی ها ما به دیفتای مختلفی کار میکنیم. مثلا توی کلاب هاوس که من میگم سعی میکنم ببینم علایق آدم ها چیه. کسایی که اهل مثلا هنرن با کسایی که اهل ورزشن، کسایی که اهل سفرن یه دستبندی میکنیم. یعنی اگر میتونم دوستان بپذیرم که ما با همدیگه این سفر رو داشته باشیم، من اولین چیزی که از اون لیست میخوام اگر کسی بتونه به من بگه اینا اکبر و کبرا هستن که عالیه، اما اگر ندونم فوری بگم علایق مشترک چیه، که اگر این علایق مشترک یه سری اهل کتاب هم، یه سری اهل فیلم هم، یه سری اهل روانشناسی هستن، اون کامیونیتی آف پرکتیس ها در حقیقت پولوش علایق مشترک میتونه شکل بگیره. اینا راهایی که ما داریم برای احتراز از اون جنبه های منفی که به قول شما چجوری اینا رو انتخاب کنیم کنار هم بذاریم، عبارزو مینیمایز کنیم. توی اداره کار اون هدهده و گرداننده خیلی مهمه که اون آدم ها هی بر میگردن دیگه به اون فضاهای عادت هاشون دیگه. که جورو این کار رو بکنیم قواعد بازی رو رعایت کردن چه سیستم های سیاسیش رو میدونیم دیگه. این پرنده ها که میفرین ها چهار تا پنج تا قاعده بازی بکنه، این کار خیلی مشکله. مثلا توی فضاهای عمومی چهار تا مورد رو که میگیم رعایت کنیم، بازم آدم ها یه دفعه میان خلاصه باید خاکی میدونن توی جا تعریف اون قواعد رو میگیم که حول و حوش اون میگم اون جاذبه های قریب رو پیدا کردن. یا چه دانم که اینجا اینه برد راه قریب من به روی سر آن زلف فریشا برم منر پیدا کردن اون جاذبه های این اتفاق بیفته حرکت خیلی آقای زرشکی خودتو میوت کن لطفا. آره حرکت خیلی نه فقط کارایی اثر بخشی هم داره، کارآمد میشه، افیکاسی میره بالا، نه فقط افیشنسی یا افکتیونس. یعنی هنر اولیه ایجاد با همستان ها انتخاب بازیگرای اون تیمه. مثل این تیمای فوتبال که میخوان برن لیگ برتر اینا لیگ اروپا و اینا، مربی میگه من تیمو نرسم حالا یه مسئولیتم نمیاد، ولی مربی با اون فکری که داره اگه بتونه اون تیم اولیه رو به شکل نه درست یا غلط مناسب ببنده، ستاره نمیخوان ولی کسایی که علاقه من باشن بخوان حولوش علاقه مشترک شکل بگیرن برنجام. در غیر این صورت خیلی افیشنسی میاد پایین، کن میشه، صبوری میخواد، حوصله میخواد. در خدمت آقای خداونده هستیم، در یه جایی داریم به سفری رو شروع کردیم، به کجا برسته و بره و بیاد و اینا خیلی کار داره، کار داره برای اینکه جنس بازیگرا به قول شما خیلی پراکنده است. راه کار شناخته شده است ولی اشخاص ها نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یعنی واقعا اون تیم گرداننده باید یه حضور و حضور مداوم داشته باشن این بیفته به جریان کنه. من تجربه که دارم مثلا توی سازمان پروژه محور بزرگ 10 سال مثلا ما درگیر شدیم، 3 سال طول کشید که اون واحد اصلا جایگاهش رو پیدا کرد. یعنی مقاومت ها، مخالفت ها، فلان اینا، ولی واقعا متفقی بود با کسی که خیلی علاقمند بود و تز دکتراش رو همین متدولوژی کامیونیتی بیس دیولپمنت، کامیونیتی بیس اورگانایزیشن ها نوشت برای سازمان های به اصطلاح پروژه محور توی صنعت ساخت و ساز. یعنی اینقدر علاقمند بودن که این کار کرد. در حال خیلی برمیگرده به ما فرقیم و فنا راه برای ما بیخیشتنی خوب که شود همسفر ما به همسفر ها برمیگرده. حالا جناب محقق و شما و آقای خداوند و اینا که حال توی این کارا بودید و
ولی حالا دوستان دیگه ما داریم از امریکا هستن، مثل آقای بیگیو خانمزادی، اونجا هم داریم این صحبت میکنیم که اگر این عناصر یه جورایی خود دوستان با شناختی که دارن انتخاب اولیه مناسب باشه، هولوش اون علاقه مشترک، اون وقت اون احتمال رو بالا میبریم، امکان داره احتمال کم و یکم بالاتر میبریم. و مهمتر اصلا باز تیم برگزار کننده یه چیز دیگه که من تو اون دوره میگم، ریتم رو باید نگه دارم. اگر میگیم هفته یه بار، اگر میگیم هفته دو بار، اگر میگیم ماهی یه بار، ماهی دو بار، ریتم این به اصطلاح همخوانی و همخوانی رو باید نگه دارم. این داستانه که ما میدونیم. بسیار متشکرم. خیلی ممنون. آقای مهندس، چقدر وقت داریم برای آقای مهندس کامیاب هستم؟ آقای بهبانی اشکال نداره چند دقیقه که تمام بشه. ما که آقا اصلا هر پولی نو که در جهان آید ما بهش نش هزار دستانیم. خانم سپهری، آقای مهندس کامیاب لطفا. بله خواهش میکنم، با سلام مجدد. آقای مهندس شما، ما میدونیم کمیابید ولی کامیاب هم هستید. برگردیم به اون داستان. کامیاب و کامیاب. بله خیلی ببخشید. نه خیلی در جهتی ما بودیم. هی بهشون میگفتن آقای ما از کمیاب و اینا گفتن کامیاب. بودیم اتفاقا کمیاب هم هستید. حالا پس من درست گفتم. نه شما درست نگفتید. کامیاب بود. کامیاب درست گفتم. بله. بفرمایید. واقعا جالب بود، جالبیش این بود که اولا این بحثی رو که شما شروع کردید، ما خب سمینارها خیلی مختلف فراوانی داشتیم. من 24 5 سالی که تو انجمن بالاخره سمینارها رو کم و بیش دنبال کردم و این بحث شما بسیار یونیک و تازه بود برای من. و این فقط تنها چیزی که من یه مقدار در واقع میخوام دنبال صحبت خودتون در اجزایی رو که شما اونجا توضیح میدادید و بر هر کدوم از این تکی میکردید، به خاطر زیغ وقت مجبور بودید که سریع بگذارید ازش و مثل این مکعب کیوب بود که شما در چهار حرکت جورش کردید. و خب به نظر من اگر همون پیشنهادی که خود شما گفتید که بتونیم اینو در جلسات متعدد بیشتر بشکافیمش، چون بعضی این تعارف برای من خیلی تازگی داشت و خیلی جالب بود، مخصوصا برگردوندن اینا به فارسی، اونم خیلی کار جالبی بود. اگر لطف کنید اینو یه برنامه بذاریم که حتما بتونیم در جلسات متعدد این استبینو دنبال کنیم، خیلی ممنون میشم. با کمال میل، من که در خدمت شما هستم، با آقای محقق هماهنگ کنیم. با کمال میل عرض کردم اون سلسله گفتگوهای شگفت‌دارم یک شنبه ساعت 9 انجام میشه و حالا من برای دوستان خواهم فرستاد، حتما خانم سپهری اگر لطف کنن تلفن من، یعنی با دوستان در ارتباط باشم، اطلاعیه رو من میفرستم. من تلفنم 437-992-4948، میتونم توی چیزم بذارم، توی گروه هم بذارم اگر که بله من برای یکی از دوستان خواسته بود گذاشتم، ولی الان اینجا هم میذارم اگر دوستان بدونم. اون برنامه چون یکم هم گفتگو عمومی ترم هست، شاید برنامه بعدی نباشه، ولی برنامه جدی تر برای این منظوری که شما میفهمیدین، اون وقت چیزه همینطور که فهمیدین برنامه میتونیم سلسله برنامه هایی باشه، به قول شما یه سفری. من که عرض میکنم دو سال این مقدمه رو تحت عنوان نگاه نو، ذهن نو و زبان نو به شکل مختلف برای دوستان انجمن ها انجام دادم، همیشه هم به همینجا رسیدیم که برای دوستان جالب بوده. ولی در خدمت اتفاقا آقای خداونده یه چارچوبی هم براش کم و بیش تعریف کردیم، حتی انشالله کرونا بره جلسه اول حضوری، چون اون تجربه حضور و گفتگو و در فضای کارگاه واقعی با انجام بازی، یعنی واقعا بازیگر بشیم. حالا برای آقای آیدین شاید جالب باشه، ما توی فضای مجازی این بازی ها و اینا رو نمیتونیم بهش بپذیریم، ولی در فضای کارگاهی حتی شبیه سازی ها بازی هایی میکنیم که برخی از این داستان ها برای دوستان خیلی ملموس‌تر میشه. ما پیشنهاد کرده بودیم که این برنامه رو با یه مقدمه کارگاهی با کمک شبیه سازی و اینا ببریم به جایی که اهمیت مهارت‌ها توی این
رفتار نشون داده بشه. بعد از اون از میون جمع بزرگتری که این رو میشنون اون سیکامور رو یه جورایی اونایی که علاقه مندن خلاصه همسفر ما بشن. هنوز هم این چارچوب میتونه جواب بده، یعنی در یکی از اصطلاح جلسات عمومی تر یه تعداد بزرگتر، مثلا اون کاردار من تا 80 نفر مثلا فرض کنید 20 تا میز 5 نفره، حتی 20 تا گروه و 100 نفر 80 نفر اینا 5 تا 7 نفر میزهای مختلف میتونیم ایجاد کنیم. آیه راهنده تو جریان بعد از اون اگر از این 70 80 نفر 100 نفر عرض میکنم تامو حالا 20 تام شد، ما 20 مرغ و کتابش رو میگیم دیگه سیمو که بس هم بشه دیگه 4 تا گروه 5 نفره 6 تا گروه 5 نفره، ما اون وقت میتوانیم این مسیر رو به شکل یه دوره به اصطلاح عملیاتی فکتیکال با هم ادامه بدیم که اونجا به استراکچر اون دوره اصلا ما برای اینکه اینو بیاریم زمین اکشن چالش تعریف می‌کنیم که برای یه سازمان خاص یه قانون یا جای دیگه اصلا میتونه چالش‌های کاری واقعی باشه توی کار این کار بکنه. من فقط آیه کامیاب فرمودن انگلیسی به فارسی این کار کردم و بالعکس هم دیگه آیه کامیاب از فارسی به انگلیسی هم رفتم، یعنی مسی پرابلم رو بعداً دیدم آقای مثلا چیز به کار برده، من این موزل مثلا قبل از اینها گفتیم خلاصه بالعکس هم بوده یه جایی بوده، ولی برای رند هنوز پیدا نکردیم دیگه آقای محقق، برای رند رو گذاشتیم اصلا اسمش رو بزنیم رند، برای اینکه آقای محقق خلاصه ایشون هم اهل کاموناز نیست گفت وقت در مکتب رندان خبری نیست، آقای دیواری دیواری کوتاه‌تر از من گیر نمیده، نه شما استاد هستید گفت آره مصلحت نیست که از پرده برون افتاد رازهای محقق و در مکتب رندان خبری نیست. من با کمال میل رازم های کامل بدنی اگر عرض کردم هر گلی نو که در جهان آید ما بهش خاش ازار دستانیم، اگر علاقه مندانی باشن ما هم یه بسیار اثر انگوشی میذاریم که حالا شاید یه جوری پاسخوی اون صحبت های دوستان هم باشه، بالاخره یه خطی نوشتیم به دلتنگی دیگه بین می‌نویسیم. خیلی ممنون. حسن عباس خب آقای زرشکیان شما دستون بالا است، جناب آیدین شما هم دستون بالا است. آقای سوال من یه سوال هم باقی مونده بود که در واقع فرصت نشد. آقای آیدین شما دستون بالا است، آیدین دیگه داری؟ نه من فقط در تایید صحبت‌های آقای اوکی من گفتم من یکی از اون سی تا مرغ یا خروس یا حالا هر چی هست بالاخره خدمتتون هستم. آقای آیدین ما تلفن رو دادیم ما با هم دیگه صحبت کنیم تا دل شرح آن در چه گفت و چه ها شنید از ما حکایت داریم. بله با کمال میل من تلفن هم در جمع دوستان اگر مهاجرم آقای دکتر مهاجرم دستشون اومد پایین. آقای دکتر مهاجرم بله دیگه داری؟ قبلا بود بله دست شما. خیلی خوب آقای زرشان من سوالم مجدداً از جناب بابانی است که در واقع همونجوری که خدمت شما عرض کردم اعضای گروه متفاوتن، نقش کاریزمای فردی توی این تشکیلات شما چیست؟ ما میگیم برای اون در حقیقت نفوذ احتیاج به قدرت از نزور کاریزما، نه قیافه گرفتن، این دوتا داره اصیل و بدل داره. اینو من توی به اصطلاح کار منتورینگ و کوچینگ که دو تا از چیزایی هستن نایسیگی هستن که بهشون میپردازی میگن خیلی میتونه مهم باشه، به خصوص در نظام های به اصطلاح متکی به مدیریت دیکتاتور مهربان داستان کاریزما اینا میتونه خیلی مهم باشه. من همیشه امیدوار بودم، هنوز هم هستم دیگه، بالاخره به کجاها بلدین امید ما را نمیدونی، ولی امیدوار بودم در جمعای کوچکتر اینا یکم از این داستانهای که تصویرش در فضاهای بزرگتر است بیان خلاصه توی جمع کوچکتر با خردمندی دوستان و خرد جمعی و هوشمندی دوستان یه جورایی بتونیم از برخی از این چیزها عبور کنیم، حالا در حد نیازش بالاخره کاریزما اگر باشه و به اقتدار بیانجامه نه به سلطه، این بسیار مهمه، اون وقت اونم میشه واقعا ازش استفاده کرد، ولی در یه نگاه مرسوم مدیریتی
اونم یکی از فاکتوراست دیگه. من فکر می‌کنم سر این دو چیزا واقعا بهترین کسانی که میتونن جمع‌بندی برسن با خرد جمعی خود دوستانم، با این واقعا اشرافی که دارن به سرگذشت مهندس، کانون‌ها، انجمن‌ها و اینا، و کسانی که واقعا عرض کردن دیگه، حالا اگر اکبر کبران نیستن دل سوخته دارن دیگه، احوال دل سوخته، دل سوخته دارن دیگه. این دل سوخته رو پیدا بکنیم و کسانی که الان جا الان آقای آیدین فارسی اظهار تمایل کردن، حالا ما بعداً دعوتش می‌کنیم که اون مجموعه صحبتایی که داریم، من الان با ایرانم با برخیشون علاقمند دارم انجام میدم، بالاخره باید با همه این داستانا بهینه‌سازی کرد. ما در نگاه جریان وارده هستیم، درست و غلط و منطق دودوی نیست که فازی کار میکنیم. آیه رسیشکان اجازه بدید از شما یاد گرفتیم فازی لاجی که میدیم مناسب و نامناسب. ببینیم برای این مجموعه جدید با این هیئت مدیر جدید دوستانی که هستن چی مناسب باشه، تا جایی که خلاصه بشه عمل میکنیم دیگه و به اندازه همون سهم خودمون شریک رو بشناسیم، به قدر همت و فرصت خودمون جهان رو معنا کنیم دیگه. ببینیم خلاصه چی میشه. بسیار متشکرم، با امید موفقیت. خیلی متشکرم، لطف شما که واقعا لطف دارید و اینا. هر وقت ما عایزه اشکیان رو میدیم خلاصه یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتیم، البته همونجا میگو در زمین با ماه و پروین آسمانی داشتیم، من کماکان در زمین با ماه و پروین نفرمایید. جناب دکتر مهاجر عزت‌آلی سوالی داشتید؟ من چون یه چند لحظه دستون بالا رفت و پایین اومد. آقای دکتر مهاجر هستم. خب ظاهرن دستی ندارم. یا آقای دکتر مهاجر هستم. نه من میخواستم مجدد تشکر کنم، جواب سوالام رو گرفتم. بطور یه نکته هنوز تو ذهن من هست که اشاره کردن SP یا SQ ها علاوه بر IQ و EQ یه SQ رو اضافه کردید، که خب من کنجکاو بودم چون من روی PQ دارم کار میکنم، یه چیزی به عنوان positive intelligence. بله بله، تعادل جدیدی برای انسان میتونه به وجود بیاره، درصد نگاتیویتیش نسبت به افکار مثبتش. یکی میخواستم نظر شما رو بدونم، چون اسکیو رو من زیاد راجبش فکر نکرده بودم، فکر میکردم چه پیروانه. خیلی مطالعه شده، یه خانمی ایوا کردن در حقیقت سپیریچوال کوشند، یعنی در حقیقت هوش روانی و به اصطلاح روحی، که روش مطالعاتی هم شده. اصلا به عنوان اسکیو بگردید روی اینترنت پیدا میکنید. همینطور که میفرمایید ما الان تحت عنوان هوش اجرایی، هوش فازیکی، هوش‌های مختلفی داره تعریف میشه، مدل‌های مختلف دیگه. ولی من این رو که دیدم خیلی نزدیک بود به اون مدل مفهومی من که راجع به اصطلاح عقل و عشق و این روان، به من میگم فکر و ذکر، در حقیقت دل و جان، روح و روان، این نگاه جریان داره. میشه مذهبی داره، من کنچاوی من بوده اسپریچوال مذهبی چون نیست که نه خیلی اسپریچوالیتی به مفهوم غربیشه، اصلا مذهبی نیست، ولی ما در این نگاه ها همیشه دام افتادن به اون فضای بدل، همین که شما به خوبی دیدی رو داریم دیگه. مثلا فرض کنید در همین نگاه تعادلی، نگاه مثلا جز در کل، کل در جز کلی، همیشه این دام هست که وقتی شما فضایی ها رو موجودیده کنید، انبوه کنید، اینا ممکنه به دام بیفتید. سپیریچوالیتی دام بدلیش همینه که شما میفهمید، ولی سپیریچوال کوچر اصلا مذهبی نیست، مفهوم معناگرایی است. آره، کانتکست رو دیدن، نه فقط فرم یا کانتنت، کانتکست رو دیدن. من اقرام میخواستم خواهش رو پیشنهاد جنابالی و دوستان که استقبال کردن، اگر جان محقق صلاح میدونن، یکی از چهارشنبه های وسط ماه که کار دیگه مهندسی قرار نیست انجام بدیم، بشنیم از این بحثا بکنیم، چون نهایتا سرنوشت همه ما نسل‌های آینده پیوند زده در رفتار بشر امروزه، که این رفتار داره به قهقرا میره، به زعم بعضیا حتی داره نسل بشر اصلا ممکنه منقرض بشه به خاطر این رفتارهای اندیویجوال و گروهیمون.
و تعصبات. خلاصه اینا رو چجوری میتونیم به هم نزدیک کنیم افکارمون رو؟ من خیلی شایقم که اگر جناب عالی پیش قدم بشن و جناب محققم ارگانایز بفرماید سلام بدوند، ما از این بحثا ما یه دفعه داشته باشیم. من البته استعذار دارید آقای دکتر مهاجر که چهارشنبه عموماً جلسات غیر از جلسات اول ما جلسات احساسی است، ولی می توانیم روزهای دیگری رو تدارک ببینیم که چیز بشه سازمان بدیم برای این کار. بله ظاهرا سوالی نیست. آقای بهبانی خسته شدید میدونم. اصلا ما رو ما انرژی که مصرف بکنیم بازیگرانه. من واقعا خیلی لذت میبرم از اینکه میبینم چقدر کودک درون دوستان جوانهای قدیمی فعاله. من آره یک کلیپی رو بتوام واسم بذارم، هنری هم بود، رقص با کودک درون و این داستان خیال، اگر اون سلسله گفتارهایش گفتار دوستان دنبال کنن اونجا پخش کردم. ولی من با کمال میل، من 9:30 شب امشب یه جلسه دارم، ولی واقعا از وقتی که شروعی انجام بشه خلاصه من که خیلی لذت دارم. ولی با کمال میل عرض میکنم حتی از دید سابقه کار، حالا دوستان بعضی جدید تر بودن، آقای خداوندی کاملا تو جریان این گفتگوهای از من مثلا دو سه سالی اومده، از دو همون دو سه سال قبل شروع کردیم این گفتگوها رو، سه سال قبل و هستم. من با کمال میل در خدمت دوستانم، تلفن هم گذاشتم، اصلا خوشحال میشیم با کمال میل. یا مهاجرم که ما در همون جمع دیگر گاهی وقتا خدمتتون هستیم. بیشتر به تاریخ میپردازم، من به زبان حال و آینده بیشتر علاقه دارم. جدیدم که شما با هم جسو هستید. زیستن، شرط زیستن در مرزهای نامشخص آینده ما رو باید از این حالت گذشته و حال ببره به اونجا. متاسفانه باز یکی از داستانایی که این اسپریچوالیتی اینجا میبره، عمده کردن حال، اکسپریانس، که من حلقه واسطه بین اکسپریمنت و اکسپلوریشن آینده میدونم. یعنی اگر قرار ما به اصطلاح به قول شما بشر آینده‌ای داشته باشه، هنوز هم مشخص نیست خلاصه چه جوری داره میره، واقعا باید نگاه به آینده باشه. درسته باید حال رو درک بکنیم، ولی دغدغه آینده رو داشته باشیم و از گذشته یاد بگیریم. و اگر انسان رو هدیه بی‌بدیل بدونیم دیگه، حال از کف دادن و عطر غنات گذشته را بویدن و آینده مبهم را بی اختیار پذیرفتن، حاشا که شیطنت هدیت بی‌بدیل را شایسته باشد. از نظر من هم انسان هدیه بی‌بدیلی که خودش بر خودش ظلم میکنه دیگه، چنان که دست تطاول به خود گشاده. من هم خلاصه این داستان رو ما داریم دیگه. خیلی خوب، ظاهرا داریم میرسیم به پایان برنامه. من یه تشکر می‌کنم از جناب بیگی و خانم زودی از واشنگتن پیوستن برای ما. اونجا هم یه صحبتایی داریم برای یه گروه دیگری از دوستان که همسفر هستن. آقای بیگی بفرمایید. من هم خوشحالم از اینکه سرکار خانم شیرین زودی و آقای مومن بیگی هم تشریف دارن و سعادت داشتیم که این دوستان عزیزم امشب مشاهده کردیم. من از طرف هیئت مدیره کان مهندس باهم از آقای مهندس مهربانی برای سخنرانی فوق العاده جذاب اترکتیو و پر محتوا ناظر بر ادبیات عرفانی قدردانی کنم. من اطمینان دارم که ما در آینده این شانس رو خواهیم داشت که باز از حضور ایشون استفاده بکنیم و همونطور که فرمودن جلساتی رو تدارک ببینیم که بیشتر بتونیم از این دانش و فرزانگی بهره ببریم. از شما عزیزانی هم که در این جلسه شرکت کردین و از سرکار خانم سپهری که مدیرشن برنامه داشتن، از طرف هیئت مدیره تشکر میکنم. اگه اجازه بدین جناب بفرمایید حتما بکنم که نه عادلانه نه زیبا بود جان، پیش از آن که ما به صحنه برآییم به عدل درس نایافته اندیشیدیم و زیبایی در وجود آمد. این داستان تعادل و توازن. بازم از دوستان آقای بیگی خودشون اهل خلاصه این داستان ها اینا هستن، با اصولگاه اساسی داشتیم و خانم زودی هم رو انشالله در خدمت دوستان باشیم. بفهم آقای بیگی. تشکر میکنم، لذت بردم از بحثتون و خوشحالم که این فرصت دست داد که دوستان رو در کانادا هم زیارت کنیم. ممنون. میدم. امیدی دار، ممنون با حسین ایامتون میکنم.
خداحافظ همگی. خداحافظ. آقای مهد عزیز خیلی خیلی ممنون. خواهش میکنم امید جان، ما باید از شما تشکر کنیم برای لطف مهربانی. خواهش میکنم. بسیار لذت بردیم عزیز. خیلی لذت بردم. واقعا ممنون. خیلی افتخار دادیم. خواهش میکنم. من که اصلا کاری نمی‌کنم. انشالله در خدمت دوستان با کمال میل اگر جانب. آره با هم دیگه خود روی برنامه ریزش کار کنیم که بتونیم حتما خیلی خوب. مرسی قربان، قربان شما. مرسی آقای مهندس محقق، قربان شما.